سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان گرامی، چه داخل ایران چه خارج از کشور. پوریا بهرادکیان هستم، مفتخر به این که امروز میزبان، در واقع مهمان، ولی خب به هر حال در قالب این برنامه میزبان کامران عدل، پدر عکاسی مدرن کشورمون هستم، کسی که از یک خانواده اصیل فرهنگی و سیاسی برآمده و فکر میکنم که مصاحبه بسیار جالب و جنجالی هم داشته باشیم. آقای عدل عزیز، بسیار خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. اگر صحبتی با مخاطبین دارین بفرمایید تا رسما پرسش‌های خودم رو آغاز کنم. سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که حال تو خوب باشه و ریلکس بشین این کارو نگاه کنید. خب آقای عدل، شما از یک خانواده در واقع برآمدید که پدرتون جناب آقای احمد حسین خان وزیر کشاورزی بودن، مبدع کشاورزی مدرن در ایران به شمار می رفتن، مؤسس دانشکده کشاورزی و وزارت کشاورزی در ایران محسوب می شدن و البته خاندانتون، اگر بخوایم کمی پیشتر بریم، آقای حاج مسعود میرزا اگر اشتباه نکنم که ایشون هم از متمولین آذربایجان بودن و پدر ایشون حاج حسن خان که البته ایشون هم از بازاریان با نفوذ تبریز به شمار می آمدن و البته فکر کنم روحانی هم بودن در زمانه خودشون. بله، می خوام کمی از پیشینه خانوادگی پدری بفرمایید تا بعد من رجوع بکنم به خانواده مادری شما. والا اون سوالی که شما میکنی اینه به واسه برادر من شهریار زنده بود که چند روزی که سالگرد فوتشه، اینو بیشتر اون روش کار میکرد و به صلاح اسناد و اینا الان همه پاریس، ما دسترسی به اون نداریم. بله، اینا بدون شک میتونم بگم که خاندان عدل در اون چیزی که مقطعی که شما میگین ثروتمندترین مادم آذربایجان بود. آذربایجان هم میدونید اون موقع از اهمیت بسیار بزرگی برخوردار بود و خاندان عدل اگر بخوایم ازشون بگیم که چطوری شد که تبدیل شد به بزرگترین خانواده انتلیکتویل تاریخ ایران، اینو ما بعد برگردیم به، حالا بعدا به شاید برسیم به پدر بزرگ من سردار همایون والی. سردار همایون والی همطور که میدونین پدرش وقتی که اینا از روسیه میان در دستگاه مظفرالدین شاه که اون موقع ولیعهد بوده، این حاکم بوده در تمام شهرهای غیر از تبریز که خود ایشون بوده، در تمام شهرها ایشون حاکم بوده. پسرش موقعی که اینا از سن پترزبورگ می آمدن، پدرش اینا رو از طریق اروپا میاره به فرانسه و از مارسی با کشتی وارد ایران میشن. در نتیجه پدره متوجه میشه که اون سن پترزبورگ با اون ابهتش هیچ ربطی به پاریس نداره. در نتیجه پسرش که همین پدر بزرگ من باشه، اونو برای تحصیلات چیز نظامی میفرسته به پاریس. او هم وقتی که میاد به، چون بالاخره همیشه در آذربایجان بوده و اینا، خانواده درجه یک، یکی از خانواده بسیار درجه یک دربار قاجار بود. البته شما دارید راجع به خانواده مادری صحبت میکنید. الان اون یک ازدواجی پیش میاد بین سردار همایون که اون موقع تازه از فرنگ اومده بود و خانواده عدل، مادر بزرگ من رو میگیره. بله. اونجا این باعث میشه که به اصطلاح یعنی جد من وقتی که سردار همایون میبینه با این ابهت و فلان و بیسار و شعور و اون محسن که برق و تبریز رو میاد، اولین کارخونه برق میاره، چاپخونه میاره، تلفن میاره، همه اینا رو میاره، که پسر عموی پدر خودم که هنوزم در قید حیاته میگفت داماداشو خوب انتخاب کرد. ایشون مادر بزرگ من میگیره و باعث میشه که عموهای پدر من در مرحله اول همه برن پاریس. بعدم پدر من که اونا که مستقر میشن با اون صاحب نسب، اونا که مستقر میشن، پدر من که اون موقع بچه سال بوده و مادرش رو از دست داده بوده، اون رو هم میفرستن پاریس که به اصطلاح اون هسته این که شما الان دارین صحبت میکنین بعد منصور سلطنه میره.
که به اصطلاح اینا با همدیگه موج نور رو میارن به ایران. یعنی سرآغازی شد برای وصلت خاندان عد با خاندان والی. اون باعث شد که اینها برن پاریس و چون آدم های با استعدادی بودن و در نوع خودشون باز نوع مدرنیتر رو به ایران آوردن. این شد که به اصطلاح دیگه نسل های بعد هم همینطور ادامه تحت تأثیر این ماجرا قرار داشتن. ولی جناب عدل نازنین، وقتی که میخواییم رجوع داشته باشیم به خاندان مادری شما، مادر محترم و بزرگوارتون که هما خانم ضیاءالملوک بودن، پدرشون همونطور که فرمودین آقای قاسم خان والی که در واقع میشه گفت مؤسس شهربانی نوین در ایران به شمار میرفتن. شهربانی اونطوری نمیتونیم بگیم، حالا شاید هم بوده، ولی به اصطلاح دانشکده افسری، بیشتر دانشکده افسریشون میشه میشه رئیس دیویژن قزاق دیگه، که فکر میکنم حالا شاید هم زیاد خوب نباشه اینا رو بگیم. در واقع کودتای سوم استان که نمیشه اسمشو بذاریم، ایشون دخالت مستقیم داشت و به اصطلاح اون روز فردا اصلا میبینین که اون شب دوم به سوم اسفند 28 تا از افسرهای دیویژن قزاق رو یه طوری بازنشسته کرده یا اخراج کرده بود که بتونه کارشو بکنه. یعنی زمانی که رضاخان میخواد وارد تهران بشه و تهران رو فتح بکنه، عملا کسی در مقابلش قرار نگیره. و ایشون اینا اسناتش همه رو از بین بردن. من اینا همه بود تو گوگل، ولی من چیز دارم، یک کتاب از مکی دارم که اون این تاریخ می نویسه که سردار همایون میره به دیدن رضاخان. در واقع نرفته بگه حالا چطوره. و اینو من از دایی خودم دارم که به من گفت وقتی که پدرش بر میگرده به خونه میگه فرزندی کاخو بگیر، تلفنی برمیگرده به همچه میگه آسوده بخواب که ما بیداریم که فردا صبح رضاخان اون اعلامیه معروفشو میده و پدر بزرگ من در نتیجه بیکار میشه. خب البته بعد از اینکه رضا شاه به سلطنت میرسه مجدد فکر میکنم که نه خیر، اصلا هم جدا نشدن. آن یعنی در ظاهر این اتفاق باشه؟ بله، در ظاهر این اتفاق میفته. به همین علت به این مأمور تشکیل ارتش نوین ایران میشه و عکساش هم هست اتفاقا اون شورای عالی که بعدم چون فرانسه زبون بوده و اینا از سنسیر مثلا استاد نظام میارن و مثلا اولین استادای ارتش ایران همه بیشترشون فرانسوی بودن و اصلا نظام ایران به اسم خیلی چیزای دیگه کپی پیست از نظام فرانسه. مثلا نظام آموزشی ما کپی پیست فرانسه است، نظام ما هم کپی پیست، حتی درجه هاشون هم کپی پیست درجه های فرانسویه. و البته ایشون در دوره رضا شاه رئیس کل شهربانی کشور هم میشن دیگه. اون رو دیگه فکر نمی کنم، من اونو اطلاع ندارم. چون من در پیشینه‌شون مطالعه میکردم، ظاهرا رئیس کل شهربانی هم بود. من به شما قبلا که گفتم چون اینجور چیزا رو برادر من شهریار رسیدگی میکرد، من زیاد به اینا دیگه چون میدونستم که اشرافی به اون پیشینه شاید کمتر باشه. آره، برای اینکه اون بود و منم میدیدم که داره میکنه، خود دیگه منم برم یه کار دوم بکنم. اینیست که تو این حد من میتونم بگم، ولی رئیس شهربانیش هم ممکنه که اونجا هم درست کرده، فرم داده، ولی ارتش رو میدونم که داده و استادا رو آورده و به اصطلاح تا اتفاقا تا مرگش چیز داشته، سرلشکر میده و بله چیز بوده، با رضا شاه هم بسیار نزدیک بوده، سر اون معامله کاخ سبز و تپه علی خان خرید با هم معامله هم داشتن. میدونین اینطور نبوده که اسمای به چیزایی واسه رضا شاه میگن که اصلا واقعیت نداره. این آدم که اصلا میگه حالا من ایشو به شما میگم، تیمورتاش هم پدر زن منه، تیمورتاش یعنی همسر سابق من نوه تیمورتاشه، ملاحظه میکنید؟ عمه کبیر که اینقدر معروف ایران تیمورتاش، خب با من خیلی رفت آمد داشته توی ملاسه. ببین در واقع هیچ کس نمیدونه، حتی شهریار نمیدونه چه اتفاقی افتاد که میونه تیمورتاش و رضا شاه به هم خورد. هیچ کس نمیدونه. حالا اینو من میگم، شما اینجا جاش یه سوت بذارین، یه روزی که
تو همین خونه ما داشتیم صحبت میکردیم و ایران خانوم هی شعار میداد و اینا، شهریار برداشت گفت بهش هم میگفتیم تانتی، هم تانتی یعنی تانت یعنی عمه، تانتی هم تو چیز. شهریار برگشت گفت تانتی اینقدر کس و شعر نگو. در این حد به صلاح موضوع. حالا این نکته رو اشاره کردین، یک روایتی وجود داره در این ارتباط که چرا رضا شاه نهایتاً با تیمورتاش میونهشون به هم خورده. نمیدونم تا چه اندازه قابل وثوق باشه، ولی اگر اجازه بدید من این روایت کوتاه رو بیان بکنم. با توجه به اینکه بعد از به سلطنت رسیدن رضا شاه اولین پادشاهی که به ایران سفر میکنه پادشاه افغانستان بوده و به گمان، یعنی وقتی پادشاه نبوده ولیعهد بوده، من اینجا عکسش رو دارم با پدرم، درسته، و زمانی که ایشون به اتفاق همسرشون وارد اون جشنی میشن که به حال برپا شده بوده، گمان اولشون این بوده که تیمورتاش و همسرش پادشاه و ملکه ایران هستن و رضا شاه بعد از اینکه متوجه میشه که چنین اشتباهی صورت گرفته خیلی ناراحت میشه، طوری که ظاهرا در چهره این رو نمود داره و ظاهر میکنه. میگن یکی از دلایلی که در سالهای بعد رضا شاه کمی بدبین شد به تیمورتاش شاید از قبل همین مراسم و این خطایی بوده که طرف افغانستانی در تشخیص پادشاه ایران صورت داده. که حالا میگم نمیدونم تا چه اندازه میشه روش تکیه کرد، ولی عهده ولی که این در بازدید از دانشکده کشاورزی کرج، بله. اینجا من عکسشو دارم، پدر من پشت اینا داره رامینه. تیمورتاش عکسش با موسولینی هست، همه زبونا رو بلد بوده و اینا، اصلا تحصیل کرده ای روسیه هم بوده. بله. نمیدونم من به این من رضا شاه رو خیلی گنده تر از این میبینم که بخواد یه حسودی احمقانه اینطوری داشته باشه، یه چیز خیلی جدیتری بوده. نمیدونم، من میگم شهریار هم نمیدونه، خود همه همین حرفی که من بهتون گفتم گفت و در واقع این چیزی که میگن رضا شاه اینو کشت اونو کشت اونو کشت، اینجا یه روز یکی از نوادگان بختیاری ها اینجا پیش من بود، گفت بابا بزرگ منم گرفته بود و زندان و قصر بود. گفتم که خب هر روز ما براش غذا میبردیم مثلا. گفتم اینقدر لارج بوده که غذای زندان هم نمیخورد، هر روز واسش غذا هم میبردیم. به هر تقدیر رضا شاه یه آدمی بوده که امنیت مملکت رو میخواسته و براش مهم نبوده. من مادرم وقتی که دایی ما گرفته بودن در جریان جنگ دوم و با زاهدی و اینا، مادر من چون با شوهرش وزیر بود میره پیش سفیر انگلستان میگه که من برادرم رو گرفتین و فلان، و اونم برمیگرده میگه که خب دولت شاهی اعلیحضرت انگلستان حسن و حسین نمیشناسن. از همین هم فکر میکنم که دوره رضا شاه خفی بود، ده حسن حسین نمیشناخته، قشقایی رو میگیره که نره تو اون بیلش شهر بپا بکنه. بس میشونم به شما یه چیزی بگم، اینها یه باجی از چیز میگرفتن، از دولت انگلستان میگرفتن که تو مسجد سلیمان منطقه بختیاری دیگه، بختیاری ها یه حق حسابی میگرفتن از دولت انگلستان که امنیت اونجا رو برقرار بکنن. متوجه میشین در نجی وقتی که رضا شاه میاد دیگه نفتیم به ارتش و شاهنشاهی رو درست کرده، دیگه حسن و حسین نمیتونه هر کدوم بره بر خودش ارتشی درست کنه که بره امنیت به اصطلاح چیز و بختیاری رو چیز بکنه. موقعدم پول میگرفتن که از چیز، من شنیدم موقعدم پول میگرفتن که از سهمیه‌ای که به دولت ایران میداده بیشتر بوده. آره هواپیما داشتن بختیاری. باز اگر بخوایم کمی رجوع بکنیم به گذشته گردنم درد گذشته بیشتر خاندان شما به ویژه از سمت مادری، همونطور که اشاره‌ای هم خودتون داشتیم، میرسیم به نام محمد قاسم خان که ایشون در واقع یکی از شخصیت‌های شهیر دوره ناصرالدین شاه به شمار میومدن و البته جدا از اینکه سفیر ایران در روسیه بودن ظاهرا به آشپزی هم خیلی علاقه داشتن و من یه جایی شنیدم که میرزا قاسمی معروفی که ما امروز میشناسیم دست پرورده پدر جد شما هستش. اونو برین اینو تو گوگل بخونین،
وقت اونجا مثلا میزنه چهار به آبی، به آبی رو که فشار میدی اسم شهریار عدل. این شهریار عدل کلش همه بله، این همچه چیزی هست. این خانواده والی به دو چیز خیلی مشهور بودن، هم به شکر هم به خانوم ها خیلی علاقه مند بودن، که خیلی هم خوبه اینا رو شما میتونید سود بذارید. آره آشپزی مادر منم آشپزیش خیلی 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 خوب بود و یه نبردی بین مادر من که انداز پدری والی بود و خانم های دیگه عدل بود. همیشه میگفتن زیا خانم آشپزیش خیلی خوبه ولی ما شیرنی پزیمون بهتره. در سایی که موقعی که عید میشد اینا شیرنی پزی میکردن، تمام مادر بزرگم که عدل بود، خانم اعتماد که عدل بود، همه اینا میومدن خونه ما و با لیلی والی اینا همه میشستن دور همدیگه شیرنی بختن، هیچ دست کمی از اونا نداشتن. آره یه چیز بود، آشپزیش بسیار عالی بود، خیلی عالی بود. و خیلی از آشپزایی که شما در اون موقع میدین که تو هتل‌های بزرگ کار میکردن از زیر دست مادر من در اومده بود. ما هم البته شهری ها از من بهتر، ولی من هم آشپزی میکنم اینجا 40 تا مهمون میدم، با مهمونی گنده میدم با غذای درجه یک. خیلی هم عالی. بعد این عنوان ضیاء الملوک یک مقدار شبیه اون القابی است که ما در قاجاریه میشنویم. آیا این لقبی که مادر شما دریافت کرده بودن برگرفته از همون القاب دوره قاجار بود یا؟ نه نه. ببینید این رو تو چیزم که میرین میبینین، تو گوگلم که میرین میبینین، اسم مادر من قرمزه. بعد اون بالا یه رجوع میده که این هیچ جا ثبت نشده. شبیه که برق تبریز روشن میشه، شاه به سردار همایون تلفن میکنه، چون اون شب مادر منم دنیا میاد. به این علت لقب عمر رو داشته که مال مادر بزرگش بوده، ضیاء الملوک هم لقبش میدن به برخاطر برق تبریز که اون شب که این دنیا میاد برق هم روشن میشه. فکر میکنم در عصر محمد علی شاه در واقع شد. نه ضیاء الملوک مال ناصرالدین شاهه، چون پدر شما فکر میکنم زاده دوره ناصرالدین شاه باشن. اون که شما میفرمایید پدر بزرگتون در دوره‌ای که شهردار تبریز یا به عبارت بهتر اولین شهردار تبریز بودن و البته آجودان محمد علی میرزا در دوران ولایت عهدی هم به شمار میرفتن، فکر میکنم اون زمانی که شما دارین اشاره میکنید برمیگرده به زمانی که محمد علی شاه در عصر نه نه دوران ناصرالدین شاه بوده. ناصرالدین شاه بوده. بله. خب پس شاید من اشتباه اواخرش احتمالاً، چون مظفرالدین شاه که زیاد طول نکشید، چون 10 سال حکومت کرده. بله. با توجه به اینکه پدر متولد، پدرتون اگر اشتباه نکنم متولد 1277 بودن. شما از من بهتر میدونید. آره. و با توجه به اینکه پدر در زمان مظفرالدین شاه زاده شده بودند، یعنی دو سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، من گمان کردم که شاید این مسئله مربوط میشه به دوره محمد علی شاه. پدرم 1300 برش میگردونن به ایران. بله. وقتی که رضا شاه میاد و احتمال چیز میکنن، این دانه رئیت توی عجزایر میدونین یه استان فرانسه بود، در دانشکده کشاورزی الژه کشاورزی درس میداد. خب اینا با خبر میشن، حالا چه جوری ایناشو نمیدونم، بابای منو برمیگردونن ایران دوره چیز آقای بیات. بله بله بیات، دوره بیات. و عکسش هم هست که بابای من نشسته بیات وسط، بابای من کنارش نشسته. اون وقت استادای دانشکده کشاورزی میره، خودش هم درس میداده اونجا. درست. خب میرسیم به مرداد ماه سال 1320، یعنی زمانی که کامران عدل در یک خانواده که پیشینش رو شرح دادیم برای دوستانمون متولد میشه و قریب به یک ماه پیش از آن چه که در قالب جنگ جهانی دوم دیدیم متفقین به ایران یورش میاره. 13 روز بعد قدم نحسی داشت. نه نفرمایید. نفرمایید. شما انقدر منشأ کار نیک در کشور ما بودین، به ویژه در حوزه مسائل فرهنگی و هنری، که
قطعا نامتون از جهات دیگه ماندگار خواهد شد. راجع به خانواده خودتون و به هر حال کودکی خودتون کمی برای ما توضیح بدین. به هر ترتیب شما ظاهرا باید پروتکل هایی رو رعایت میکردید که بچه های دیگه شاید کمتر نیاز بود که این کار رو بکنه. والا جونم براتون بگه خیلی جالبه، ما دو تا سه تا برادریم، یک دو سه اولی، یک دو سه دومی، امیر حسین، خسرو فرهاد، همایون کامران شهریار. همایون یه هنرمند درجه یکی بود که شاگرد اول ورودی بازار شد و وقتی که این اتفاق افتاد این اومد تهران و خودش نمیدونست. پدر منم که اون موقع برمیگردیم در اصفهان یه رئیسی کارخونه بود، اینو میبره به چیز، میبره به اصفهان که طراحی پارچه بکنه. برگشتن اینا توی تصادف پشته میشه. ایشون یه بچه هنرمنده خیلی درجه یه که بی صدا و فلان و بی سار، شهریارم در تقاری لوس نور میونه، من این وسط تمام توجهات به این دوتاست و ما را هم چی قبوله و نمی کنن ما میکنه یا چه میدونم یاقی. آره من خیلی یاقی بودم، مادرم خیلی چیز داشت، خیلی با من هم درگیری زیاد داشت، چون اون دوتا خیلی اون که اصلا همونی که اصلا انقدر ماموری بود که اصلا شهریارم تحتاقاری بود میرفت زیر چیز و شهریار جون قربونت برم فلان. ولی من نه، این وسط نه، اینه که مثلا فکر کنید من حسودی میشد و که اونا اصلا تو مغز من اینجور چیزا نبودیش وقت نبود، نقطه ای میشدن ما هم لگد خودمون رو میزدیم و شنو میدونین. من خیلی زود نجات خیری گرفتم در امجدیه. آدم به اصطلاح شهری بودم تو تمام برادرها. فکر میکنم اون ستا میش کدومش رو مثل من شهر نبودن. بعدارم که اومدن وقتم عکاس شد کنم دیگه بدترم شد. این روحیه به هر حال نظامیگری پدر بزرگ شما روی رفتار مادر با فرزندانش تاثیرگذار بود؟ یعنی اون سختگیری های نظامی رو شما از جانب مادر دیدید؟ مادر من بسیار بد اخلاق بود، یعنی اصلا هیچ چیز تحمل نمی‌کرد. بعضی وقت کنار می اومد مثلا با فرهاد مشکلی نداشت، میدونید. با خسرو هم من فکر نمی‌کنم، با امیرحسین هم که اولی بود شاید مثلا تو ما ستا یه خورده، تو تمام برادرها یه خورده من بیشتر یاقی بودن. و راهی هم که من رفتم فراموش نکنید اون موقع عکاسی شغل بسیار بدی بود در ایران و فامیل من منو ترد کردن. میدین چی میگم؟ بعد همه این شما در نظر بگیرین که توی این محیط، نه محیط خانواده من، محیط خانواده کل عدل، اصلا مشکل اونجا ایجاد شد که این یارو کیه که یعنی منظور این بود که مثلا شغل دونپایه یه برای خاندان عدل یا کلن با فلسفه عکاسی و عکس گرفتن مشکل داشت؟ نه، برای اینه که اینا عدلا همه انتلیکتویل. بله گفتم بزرگترین چی انتلیکتویل. خب اینایی که با من افتاده این انتلیکتویل نبود. اینا داشتن نون انتلیکتویل ها رو میخوردن، خاندان عدل آنادن نونش رو میخوردن، خودشون یه قدم ور نداشته بودن. حالا اومدن حساب خورده هاشون رو سر من خالی میکنن، چون ببینید اینا خیال میکردن و من رک میگم شما سوتی بکشید روش. ببینید اینا خیال میکردن که همه یه عکاس ها توی لابراتور اتاق خونه اتاق تاریک اینا کورشون گذاشتن. این ایده بوده در ایران اون موقعی که من میرم برای این کار و وقتی که من مینویسم به مادرم که من میخوام برم عکاسی بخونم، میگم مادر من آنچنان فریادی زد با اون اخلاقی که تا که این بچه، مادر من هیچ وقت من بزرگ حساب همیشه میگفت این بچه، که این بچه میخواد آدم بشه. حتی وقتی که من خیلی گردن کلوب شدم زمان شاه، برادر بزرگ من رفته بود به مادرم گفته بود دیدی خانم کامرانم به دستی، گفت این بچه آخرش هم روی نمیشه. البته فکر کنم هرگز هم این اتفاق نیفته. بعد یعنی میخوام بهتون بگم این چه جور آدمی و محیط چه جوری بود. اما با وجود همه این مخالفت ها در واقع این خانواده شما در سن فکر میکنم نزدیک به 12 سالگی شما براتون یه دوربین عکاسی هم میخواد. بله اون
فکر نمی‌کردن که بیخ بکشه. آه یعنی به عنوان سرگرمی بله در بله نظر من داشت. ببینی من رفتادم اون موقع پسرعموی من، پسرعموی پدرم پرویز عدل با هما اتحادیه ازدواج میکنه که با جناق مصباح‌زاده میشه، صاحب کیهان. بله بله. برادرش حسین عدل که هنوزم زنده است، که اینا مثل برادرهای ما بودن، برای که پدرشون رو زود از دست داده بودن و بیشتر تحت سربرستی پدر من بودن، انتلیکتوئل ما. از نظر مالی آقای مازدوله عموی بزرگم بود و اینا هم از نظر مالی تحت، تا اینکه مثلا سنشون به قانونی برسه که احوالشون رو در نتیجه اینو حسین عدل تو خونه ما بود دائم. درست. این وقتی که به صلاح این اتفاق افتاد، به علاقه داشت به روزنامه نگاری، میره تو کیهان، از اون حد پایین تو کیهان میرسه و اون موقعی که من این اتفاق برام میاد که دارم بهتون میگم، موقعی است که یک شب این بارونی بود، تو دی ماه بود که اون موقع سرما زیاد بود، خیلی سرد بود، مثلا حالا نبود و اینقدر برف بود، من با هم رفتیم کیهان. اونجا من دیدم یه یاروی در دوربینش میبنده که بره تازه عکاسی. حالا چرا شب مثلا درگیری ها شبا تو کلانتری بوده دیگه، میدونم مثلا تو بخش لابود حوادث بوده، اون عکاس داشته میرفتیم اینه تو کدوم کلانتری قاتل میارن و اینجور چیزا. منم این صحنه رو میبینم، میگم که آقا همه بچه ها میخوان خلبان بشن، نمیدونم چه میدونم دکتر بشن، مهندس بشن، نظامی بشن، شغلایی بزن بزنی، آتش نشانی بشن. من گفت آقا این چیز مثلا بگیم فارسیش واژه قشنگی داره، ماجراجو. این ماجراجویه که این وقت شب تازه داری میره سر کار، من میخوام عکاس بشم. میدونی چی میگم؟ و یه اشتباهی هم کردم تو گوگل، هم این اشتباه گفتم یادم نبود. من این اتفاق که افتاده 1332، یعنی من مرداد 1332، زمستون 1332. این قبل از این تو مرداد این ازدواج اتفاق میفته، پسرعموی من همین پرویز عدل میره به تبریز و اونجا. من اولین عکسام اون عکسی است که ختنه قبول میشه. بعد بله دیدم عکس رو. اون اولین عکس اون یه آرایشگاهی فکر میکنم بالاش سردری سده ختنه هم قبول میشه. یه سرم اون موقع برف بودن رو سو جاده چالوس و اینا. این اولین عکس های منه. بعد عکس های دوم من تو همون شهریور وقتی است که شاه میره تونل کوهرنگ و سد کوهرنگ رو افتتاح بکنه، که اون موقع پدر من هم وزیر کشاورزی بود هم مدیر عامل سازمان برنامه. اینا هم یه جنگ هایی بود تو خانواده و شریف امامی و سبب و زایدی. اتفاقا نکته خیلی جالبی رو اشاره کردین، میخواستم هم ازتون بپرسم. در سال 1332 و همزمان با اتفاقی که در 28 مرداد افتاد، که حالا بعضی ها او رو به عنوان کودتا خطاب میکنن، بعضی ها قیام مردمی میگن، شما 12 ساله بودی و ظاهرا در منزل شما جنجال هایی هم سر این ماجرا رخ میده که به پدر شما کابینه بعد از دکتر مصدق پیشنهاد وزارت کشاورزی میشه و حالا آره. و مادر، حالا مادر شما که همسر احمد حسین خان بودن، راقب به این اتفاق نبودن. میخوام که یه خاطره ای هم فکر میکنم جایی نقل کرده بودین از این اتفاق. ببینید از بعد از 1320 محمد رضا شاه بسیار آدم دموکراتیکی بود. یه کابینه بیشتر از یه سال و نیم طول نمی کشید. بابای منم اون مدت دو دفعه وزیر شده بود، دفعه آخرم دوره قوام سلطنه وزیر شده بود و وقتی که مثلا قوام سلطنه سقوط میکنه، سازمان برنامه رو درست میکنه، میشه رئیس شورای عالی سازمان برنامه. سازمان برنامه کارش تو همه امور کشوری بوده، پست و تلگراف بوده، راه و راه ساختمان بوده، کشاورزی بوده. همیشه اون وقت کارشناس های بزرگی از هر کدوم این وزارتخونه ها میان توی سازمان برنامه، یعنی شورای عالی. پدرم همیشه رئیس اون شورا. بله. که میخوان اون جاده فلان، که آقای مهندس فلان شما نظرتون درباره اون جاده چیه؟ خب
بعد بحث رو مثلا فدرال هم تلگراف بکشیم، یا اونجا سالی دو تا هم تلگراف نمیزن، از اون احتیاج نیست تلگراف خونه، بهتره یا رو بره مثلا تعویض بزنه. اون شورای عالی کارش این بوده که برنامه ریزی شورای عالی سازمان برنامه 7 ساله، یعنی بابای من 7 سال بود که اونجا بود، یعنی 26 27 28 29 30 31 حالا رسیم 32، 6 سال معذور نشده، یعنی دار سر ما حقوقه میامد از سپادره. میدونی چی میگم؟ با پدرم آدم شوخی هم بود، یه روز میبینم که یه خبرنگار هم اطلاع دفتگی بوده، میبینه بابا من تو صف اتوبوس وایساده، یا آقا چرا شما تو صف اتوبوس وایساده؟ گفت والا خانم من مای 15 تا من پول تو جیبی میدون تموم شده رو مجرا با اتوبوس. بعد واقعیه، این آدم چیزی بود. در نتیجه این که میاد میگه که بیا برو وزارت کشاورزی، مادر من با شناختی که با کابینه ها داشت و این 7 سالی که پدر من لااقل سر کار بود و قطع، چون وقتی که وزیر بیکار میشه بهش حقوق چیز میدادن، منتظر خدمتی خدمت، که مثلا 300 تومن بوده، ولی مثلا حقوق وزیر بوده 1200 تومن، منتظر خدمتی بوده 1/4 در بود. مادر من اونجا که شریف امامی هم بود که اومده بود چیز بکنه. آقای شریف امامی سمتشون چی بود؟ شریف امامی تو سازمان برنامه بود، منطقه نمیدونم چرا شریف امامی اومده بود. بالاخره فراموش نکنین که روز 28 مرداد قرار بود همین پرویز عد ازدواج کنه با هم اتحادیه، دقیقا همون روز 28 مرداد که روزها می نویسن اینا دارن توطئه می کنن و فلان و بیسار. شریف امامی هم در کار نبود، یعنی شب 28 مرداد قرار عروسی بود. بله. که صبح رفته بودن گفته بودن آقا نیایین، عروسی افتاد به 29 مرداد، متوجه هستی؟ چون غذاها پخته شده بود، همه چی درست بود، نمی شد بریزید دور. به هر تقدیر روز 28 مرداد، یعنی روز 29 مرداد صبح که این جریان میشه، شریف امامی میاد خونه ما، من صدای فریاد های مادر من از خواب بیدار که 7 صبح بود، پاشدم دو شلوار اون تابستون رو رفتیم، دیدیم که شریف امامی توی گوشه وایساده، مادر من همینطور داد میزنه میخوام برم، پدر من از مادرم میترسه، هیچی نمیگفت. و بعد بالاخره رفتن شورا و کردن و که خانم با حفظ سمتیشون بتونه وزیر هم بشه که کورنگ بابای من صد رو درست کرده بود به عنوان سازمان برنامه ای، تحفیل میگیره به عنوان وزیر کشاورزی، یعنی خودش به خودش داشت تحفیل، از این جیب میذاشت تو این جیب. و خب برای ما اونجا حالا فوش و فوشکاری شد. و فقط اینو یادمه که فردا صبحش 3 تا ماشین در خونه ما وای میساد، یکی مدیر عامل سازمان برنامه، که وزیر کشاورزی هم چیچی نفوس وزیر مشاور نخست وزیر. بابای من هم وقت پیاده میرفت سر کار، اینه قشنگ یادمه، صبح یه پاسبان هم اومده بود دمه در، بابای ما میاد بیرون، این همه شلوغی و بلوغی، میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ من واسه نگهبانی اومدم. گفت بذار به چاک من نگهبانی. بابای من اون موقع پیاده میرفت وزارت کشاورزی. منزل کجا بود اون موقع؟ چهارراه عمومی، همون چیز که هنوز خونه شهریاره اونجا بود، یه باغ 3000 متری، یعنی واسه تو میخوام بگم انقدر امنیت بودش که وزیر پیاده میرفت تا وزارت خونه. سازمان برنامه چهارراه حسن آباد بود، سر خیابونی از حسن آباد میرفت، کوچه هنوز ساختمون هم هنوز هست، از میدون حسن آباد که میریم به طرف دانشگاه افسری، خیابون اولیه که میره به بالا، اون گوشش چیز بود، اون گوشش سازمان برنامه بود که بابای من میرفت اونجا. با پاریس ده خیابون پاریس رو میگید شما؟ ها؟ خیابون پاریس رو میفرمایید؟ شاید اسمش باش نمیدونم، میتونین ببینین. درست. یادم نمیاد، یه چیزایی که من الان همینطور دارم حرف میزنم مثل پرویزم میخوام بره یه یادم میره، اینطوری بود. و خب بالاخره آدم سرکشی بود پدرم، کاربلد بود، و میرسه به چیز، میرسه به اصلاحات اراضی. حالا امریکایی‌ها گفته بودن یا شاه گفته بودش که اصولا کشاورزا کمونیست نمیشن، خود استالین و لنین هم با کشاورزان روسیه
و اوکراین که اونجا اصلا قتل عامی میکنن کشاورزا رو، در روسیه هم انقلابای بزرگی میشه، کشاورزا بایستی زمینشون میگردن اشتراکی و درگیری های بزرگی بین کشاورزان شوروی و حکومت مرکزی عجیب پیدا میشه. حالا کی اینو کرده بود تو مخ شاه که کشاورز میره کمونیست میشه؟ کارگر میشه ولی کشاورز نمیشه. بعد چیز به صلاح هی به اصرار میکرد که بعد اصلاحات اراضی بشه و جنگلبانی باید بدیم به ارتش و بابای منم اصلا دو تا برادر زن داره ارتشی اصلا زدش خوشش نمیومد. هی اصرار میکرد میگفت نه زمین خورد نباید بکنیم. بعد میگفتش که یه داستان بود گفتش که من در دوره که قوام سلطنه بود من چیز حق کشاورز رو از 2-3% کردم 25%، میتونم اینو یه لایحه ببرم مجلس بکنم 25%، ولی سایه مالک رو بر ندارین، اینا قادر به مدیریت زمین نیستن، اون مالک باید بالا سرشون باشه. که شاه باز اصرار میکنه، بابای منم که آدم تمام عدلا که شهریار هم همینطوری بوده، میگه که قربان شما خواهش میکنم دست سر شما به همون کار سلطنتتون برسین، دست از کشاورزی ایران بردارین. که آه یعنی خب پس این صحبتی که بین شاه و پدر شما صورت میگیره فکر میکنم باعث کدورت شاه هم میشه دیگه، درسته؟ دیگه پدر من سر در میاره اصفهان دیگه، دیگه به طور کلی دیگران هم میرن. ببینین حالا بعد نگیم داره، من بالاخره خودم با محمد رضا شاه خیلی کار کردم، خیلی همراه ایشون بودم کنار، ولی ایشون هم فکر میکنم که زیاد کار درستی نکرد. یعنی ارث و میراث آهسته آهسته نسل به نسل داده میشه. میدونی شما یا نمیتونی یه نسل رو برداری بعد کسانی رو بیاری همسال آموزگار رو. ببینید رضا شاه روزی که رفت اون نسلش بود و همون از فروغی و فلان و فلان پدر من و اینا این مملکت رو چرخوندن تا به صلاح اوایل دهه 40 دیگه. حد نه یه مشکل سر حسین فاطمیه، برای که حسین فاطمیه که دبیر کل اصلی حزب توده است اونجا، اینه که میره به مصدق میچسبونه که آقا از رضا شاه از محمد رضا شاه چیزو بگیر فرماندهی کل قوا رو. تا ما حساب نکرده بود که سرهنگا و سرتیبا اینا در دوره 28 مرداد که میگن کودتاست، کودتا نبوده، حکم زاهدی داشته، نصیری حکم اول داده بوده به زاهدی، دوم داده به مصدق، چون این فکر رو میکردن که بگیرندش. درست. زاهدی چیکار میکنه؟ زاهدی تلفن میکنه به 4 تا سرهنگ، اسمشون هم بخواییم میتونم بگم، که آقا ارتش لشکر کشی بکنید 25 مرداد 24 به 25، 25 روز تمام دست توده‌ای بود، 26 مجسمه ها را آوردن پایین، 27 سکوت مطلق و اینکه کار تمام شده بود. اون شلوغی 28 مرداد هم هیچی نبود، شبانبی مخ هم زندان بود. این است که اینا حرف مفته. در هر صورت پدر من آدم سرتقی بود مثل همه عدلا، مثل شهریار اگه بشناسین، شهریار هم خیلی دشمن داشت و به میره دیگه، میره اصفهان و اونجا هم بسیار موفق میشه. من اون موقع فرنگ بودم ولی ظاهرا شنیدم که آقا هر 15 روز میامده از اصفهان میامده با اون جاده های اون موقع میامده دانشکده کشاورزی درس میداده دوباره برمیگشته اصفهان. و دینی که به ایران داشت، یعنی ما داریم اصلا از خانوادگی مثلا این چیزو ما داریم، این دین و بخوان و به ایران داریم و من هم برای همین من در هر صورت ماجراجو بودم. وقتی هم که 57 شد بالاخره ماجراجویی من هم یه طور نوع بود ولی نوعش عوض شد. خیلی موفق شد، شد رئیس سندیکای کارفرمایان کارخانجات پارچه بافی اصفهان که تمام گونده های پارچه باف اصفهان خانواده های گردن بود. گفت بعد به گوش شاه میرسه که اینطوری شده، شنیده من نبودم اون موقع، که
آخرین بار بوده که ایمی اومده ایران، در اینکه شده پست رئیس اتاق تجارت رو بهش پیشنهاد کرده بودن که بره رئیس اتاق تجارت بشه با موفقیت هایی که در اصفهان داشت، که تورا کشته میشه. ولی یک فرمودی تورا کشته میشه، تصادف در واقع واقعا بر مبنای یک تصادف این اتفاق افتاده یا حساب شده بوده؟ نه میاد توی فولکسواگنی بودن که این بر پدر من، برادر من همایون جلو بوده، پشت سرش پدرم بوده، اینجا راننده بوده، اینجا مادر من راننده. آخرین دقیقه متوجه میشه، میده این دوتا میخورن به ماشین، اینا شدیداً زخمی میشن درست و کشته میشن. نه چیز نبوده، مهملاته و به اصطلاح. ولی براش یه تشییع جنازه خیلی قول میکنن از مسجد سپهسالار، یعنی خیلی گونده که روزنامه‌شو من دیدم، برادرم داشت خسرو، ولی نمیدونم چی شدن. درست. خب شما اشاره کردین که توی اون بازه زمانی در ایران نبودی. در واقع میخوام پیش از این که ماجرای فرنگ رفتن شما رو از زبانتون بشنویم، یه سوالی در ارتباط با دوران تحصیل حالا در دبستان و دبیرستان ازتون داشته باشم. به هر حال شما متعلق به یک خانواده خاص سیاسی بودی و در مدرسه که درس میخوندین، آیا عمده بچه هایی که اونجا حضور داشتن اونها هم متصل بودن یا برحال؟ بسیار دموکرات بود که تو باید بریم تو مدرسه دولتی و اگه تو اونجا میتونی نمره رو بخری. هم کلاس های من میتونن بچه عملی میبودن. به اون وقت یه چیزی هم بهتون بگم، اینها یه انجمن خیریه ای داشتن که آقای پیانیسته که اونجا زندگی میکرد تو خیابون آمول، پیانیسته بزرگی بود، مرزیه این که من خودم دیدم. یه روز در میزنه، یه خانمی میاد دم در، بعد برادرم خسرو در رو باز میکنه، مرزیه میگه من اهل زاگونم. زاگون ما یه زمینی داشتیم که گفتم تو مصادره و اینا، اونو مصادره کردم، که ما مصادره نیستیم، واسه چی مجبور شدن زمینو پس بدن؟ اون مکافاتی داشت که مهم نیست، بر تقدیر اونو پس گرفتن. و چون اون چیز مرزی اهل زاگون بود، ما اون زمین اونجا داشتیم. میاد میگه من اهل زاگونم و شما باید یه کاری بکنیم، من برم تو رادیو بخونم. یعنی خطاب پدر شما؟ آره. پدر منم میگه که اشکالی نداره، من پارتی بازی میکنم، تو برو. همون شهردار پیانیست میگه باشه. آقا تو باغ همون شهردار یه باغ بزرگی اون پیانو میزده و مرضیه میخونه و پولهای عظیم اینا گیرشون میامد، به طوری که برای تمام بچه های مدرسه ما لباس میدوختن، میدوختن و اینا هم ذوق میکردن. و روزایی که لباس میدادن شب عید از قبل میبادن برای تمام بچه هایی که میدونستن بزاعت هن، ما هم جز اون بزاعت ها بودیم. فرقی هم من شخصا بین هم ما بچه بودیم، سر کول هم دیگه میزدیم. و یه روزی یه پیغامی میاد از انجمن خیریه سریا پهلوی که اون پول رو باید بدید به ما و ما به شما لباس بدیم. اینا هم که نمیدونستن بگن نه، با یک لباس های مهملی دادن که اینا فعلهی بعد دادن به بچه هایی و یکی واسه یکی بزرگ بود مثل سرباز ها و این هم میرفتن و امتحان میکردن و گریه میکردن بچه ها. یعنی شما اون زمان تو سنین نوجوانی با همکلاسی های خودتون در مدرسه هیچ تفاوتی حتی به لحاظ فرهنگی هم احساس نمی‌کردید؟ نه دیگه، بچه شما با اونا همداستان می‌شدید بیشتر؟ نه اصلا آخه بچه مسئله چی چیه؟ من الان نمی‌دونم بچه ها چی جوریه، الان شما خیلی تغییر کرده. اون موقع ما تو سر و کول هم دیگه بزن دعوا بکنه، ما معلمامون هم خانوم بودن تا کلاس چهارم، معلم پنجم و شیشم مرد بودن، تو دهی هم بودن، با اون هم مشکل پیدا کردن. بعد من با همایون بهزادی هم کلاس بودم، هم مدرسه و هم کلاس، هم کلاس تو یه کلاس می نشستیم. مثلا من شاهینی شدم برای خاطر اون شد، اونم داستان بزرگی داره.
که دکتر اکرامی چیز بود، دکتر اکرامی دامپزشک بود، رئیس باشگاه یعنی باشگاه درست کننده باشگاه شاهین دکتر اکرامی بود. من یه روز با موبایل میرفتیم، کوچولو بودیم، میرفتیم چیز امجدیه، من صدام خیلی کلوب بود و شاهین داد میزدیم و اینا، همینطور که میرفتیم بالا دیدم پسر دایی من یه جا نشسته. من همون بزدی رو بگم نفتم میشه پسر داییم بشینم. احمد والی تو تیم ملی فوتبال ایران بود با مینباشیان و اینا. بعد رفتم نشستم برای پسر داییم اینجا، یا آقایی هم اونجا نشسته بود، سلام کرد احمد جون و فلان و بعد خوشحال که بگیم. احمد والی رو کرد به دکتر اکرامی گفتش که آقای دکتر ایشون پسر آقای احمد حسین عدلن. گفت تو بذار احمد حسین عدلی؟ گفتم بله. بعد تازه متوجه شدم که یارو کیه. گفتم آقای دکتر من هم میخوام بیام تو تیمش. اینجا چند سالتون بود دقیقا؟ 12 سال. بعد گفتش که هفته دیگه پنجشنبه میدید دانشسرای عالی همینجا، این ساختمون نبود، به آقای کیا میگی معرف من آقای دکتر اکرامیه تو فکر کن. بعد اون وقت حمید شیرزادگان، حبیبی، فوتبالیست های آقای حسن حبیبی، حسن حبیبی چیز بود که تو تیم برق بازی میکرد، تیم ملی چیزم نیست، اون هم همون رو بزادی، همه هم بازی های من رفتن تیم ملی. تو حالا شما خودتون فوتبالتون هم خوب بود؟ یعنی در اندازه مثلا شاهین بودین؟ نه اسقاط بود اونا. خب شما فکر کن اینا پایه من که رفتم اینا شدن باشگاه شاهین. یعنی اصلا فقط خوشحالی من بود کلانی نبود توی این عده. چی تز اینم چی شد مربی تیم ملی هم شد، منتها رفت تو تیم برق برای اینکه استخدام سازمان برق شد، رفت تو تیم برق بازی میکرد. یه سوالی که جناب عدل وجود داره در ارتباط با بحث تیم شاهین و دکتر اکرامی که شما هم اشاره کردین، برخی معتقدن که دکتر اکرامی در اصل فراماسون بوده، آیا اصلا یه همچین مسئله‌ای در تیم شاهین، باشگاه شاهین و دکتر اکرامی مطرح بود؟ ببینین یه کسی در حد دکتر اکرامی که باشگاه شاهین داره، باشگاهی که اخلاق، شما نمیدونی که در باشگاه شاهین اخلاق چه جایگاهی داشت. بله، یعنی ما اصلا تاجیه رو آدم حساب نمی کردیم. لحاظ ممکن بود تو تیم ملی جدی کارم تو تیم ملی بود، ولی مسعود برومن برای ما اصلا خدا بود. نه این محملات اینو شما در واقع قبول نده. دکتر اکرامی اصلا همه به پرستش بودن. دکتر ما بازی که میکردیم با چیز اونجا درختکاری بود دور زمین فوتبال ما، من یه متوجه شدم دکتر اکرامی پشت اون درخت ها قایم شده. این میامد بازیکنها رو نگاه میکرد که ببینه کدوم باید بیان بالا بره، برای که شاهین تا شما به خود شاهین برسید شهبازو داشت، چند تا تیم داشت که همه تو شهباز و اینجور چیزا بودن، که اینا از ما که نمونه بودیم اینا میرفتن اون تو، بعد میامدن تو دسته اول که ولی اونا هم تو باشگاه تهران بازی میکردن. حالا توی دبیرستان ها ما هم شاهینی تو دبیرستانمون زیاد تو ما بعد از دانشکده افسری دوم شدیم تو تهران، عکسش هم دارم که یه دونه کوزه انقدی به اون. خب جناب عد میرسیم به دوره که شما در اصل مهاجرت کردید و این مهاجرت همداستان شد با شروع فعالیت عکاسیتون به شکل حرفه‌ای تری. از مهاجرتتون بگین و چند سالتون بود رفتین، تحصیلات آکادمیکتون رو در فرانسه به چه صورت ادامه دادین؟ من رفتم فرانسه، درس خوندنم همیشه خیلی خیت بود، تنبل بودم، ولی اون موقع عکاسی دانشگاه و اینا نداشت و هنرستان داشت، منم رفتم هنرستان عکاس.
و حالا اینا تا دکترا هم دارن. در واقع اگه من یه جا بودم که رئیس بودم که تو تلویزیون رئیس بودم، یه کارمند رو آوردیم که لیسانس عکاسی داشت از امریکا، در اصل من بایستی میرفتم کنار دیگه. نه، ما هنرستان عکاسی بودیم اونجا. من تو هنرستان با یه من خیلی چاپکسم خوب بود. الانم من در تهران عکسای رنگیمو میدادم بچه ها چاپ کنن، سیاه‌سفیدامو خودم چاپ میکردم. این همشاگردای من، با میدونید یه اتاق شما در نظر بگیرید که یه راهرو داره، کابین کابینه، پشتتون وازه، یه چراغ قرمزم اونجاست و شما باید تست بزنید. هر تستی که میزدین میبردین معلمه قبول میکرد، اگر همون دفعه اول قبول میکرد میشدین 20، سه تا میشد میشدین 17. این شو همشاگردای ما تست رو میزدن میآوردن من نشون میدادن. من تو تاریکی میگفتم نه، اینم برو عوض کن و فلان. و این مادر قبل فهمید که من دارم این کار رو میکنم. یه روز یه عکاسی بود از فنجون و اینا، من تست اول از دادم گفتش خیلی دیوغ، یعنی خیلی سفیده، خیلی دیوغ، برو سافتش کن سافتش کن سافتش کن سافتش کن. من دیگه اشکم در اومده بود، میدونستم که این داره یه کاری میکنه ولی چاره هم نداشتم. رسید به یه چیز لجن که نمره من بشه 7. بعد برگشت بهش گفتش که مثل که خوشحال نیستی. گفتم نه. گفت من بیشتر میفهمم یا تو؟ گفتم تو. اگر شما، البته شما اگر میفهمیدی اینجا معلم نمیشدی، میره تو یه استودیو درجه یک کار میکردی. ما اینو گفتیم و سر برآوردیم. آقا ما در قهبه حالا بگو چنی نکن این کارو، میگن حالا تو میخوای من لج بندازی. منم همیشه تو زندگی من همینطور بودم، هیچی. منم رفتم متفرقه امتحان دادم و اون چیزمو گرفتم. مثلا بهش میگن سرتیفیکات اپتیتود. سرتیفیکات اپتیتود یعنی که شما کار بلدید تو تمام مشاغل فرانسه، شما این دیپلم رو باید بگیرین، بعد برین وارد سازمانهایی بشین، شاگردی بکنید. آشپزی داره، نجاری داره، تقریبا شبیه فنی حرفه‌ای خودمونه. آره. درسته. اینه ولی اون اینا رو نمیدونم. ولی شما در فرانسه هر کاری بخواید بکنین این مدرک رو باید داشته باشید. میتونین برین مثلا یارو فامیلتون باشه برین تو. ولی من که میخوام برم پیش روشون، میگه آقا تو چی داری؟ میدونی چی میگم؟ البته من با روشون اینطوری اتفاق نیفتاد. من تو مدرسه که بودم با یه پسرکی دوست بودم به اسم کریستیان روبن. بله. این کریستیان روبن از لحاظ جسمانی خود ضعیف بود. توی سازمان های فرانسه هم مثل اینجا هم بود، دانشکده افسری اینا مثلا همین چه فرانسه میاد. اینا که تازه وارد میشن انگوش تو کونشون میکنن، میزنن، شوخی میکنن، اذیت میکنن سال بالایی ها. بعد این کریستیان روبن ما رو هم اینا، من هم خیلی گردم کلوفی. بعد اون ناجونیه ما گذشته دوم گوشت سمات بکشین بیرون دیگه، این شوخی ها مسخره و اینا دم نمی کنه. گفتم هر کسی این دفعه بیاد کریستیان روبن بخواد چیز بکنه کارش با منه. این حیوانی هم همیشه میشه بغل دست من. بعد کاری هم بالاخره ما وقتی که اون چیزمونو گرفتیم رفتم توی کارخونه ای، حالا اسمش بزنین دارم نوشته، حالا این الان حضور ذهن دارم. رفتم تو چاپ چیز، چاپ متری، یعنی چاپایی که عکسای بزرگ چاپ میکردیم، افتادم تو اونجا که بعدها این تجربه من تو تلویزیون ملی بسیار به دردم خورد. برای اینکه اولین عکسای متری ایران رو بر مبنای اون شناخت من چاپ کردم دکورا، که بعدها البته دیگر از عکس من بیرون الکترونیک شد. خلاصه ما یه روز من از اون کارفون اومدم بیرون، کریستیان روبن اومد گفتش که چیه فلان. گفتم من گفتم خودم عکاس بشم، حالا همش تو تاریخ خونم. گفت میخوای بری پیش روشو؟ روشو گادفادر کریستیان روبن بود که از بزرگترین عکاسای مد دنیا به حساب ما هم رفتیم پیش روشون و دیدیم یه اسیستان اول داره، یه اسیستان دوم داره، یه مام شدیم اونجا استاجیر. حالا
بالاخره یه سواد فنی از تو مدرسه یاد گرفته بودیم اینا، کسی هم ما اعتنا نمی کرد. یعنی حالا شوخی میکنم میگم غروبا من کارم این بود که استودیو رو جارو بکنم. یه روزی اینا میخواستن که از یه پارچه یک به یک عکاسی بکنن، اینم مجبور بودن با این دوربینای چیز بکنن چیز آکوردونی. بله بله. بعد این برای اینکه یک به یک بشه این فاصله با اون فاصله باید مساوی باشه و این فاصله چون زیاد میشه نورگیریش به هم میخوره و شما اینو تقسیم بکنین به سه عدد 14 و بزن فنان محاسبات ریاضی میخواستیم. آره. اون موقع ماشین حساب نبود، با این خطکشا بودین. اینا این کارها رو کردن و نور و روشن اندازه گرفت و اومد عکاسی کنه. گفتم که ماشین روشن شما ضریبه ازدیاد نور رو حساب نکردین، اصلا نفهمیده. اون یکم یعنی استاجیر خارگوزی داره میزنه تو ذوق ما و میدونستم چه اتفاقی میافته. اسلایدم بود، صبح زود صبح ساعت ما باز میشدیم اینا میبرد و فردا صبح میابود. صبح بعد ما میدونستیم که با دسته سیاه مثل ایم. ما گذاشتیم و گفتیم که سرعت اینه، دیافراگم هم اینه. روشا گذاشت اونجا توپ تو کار بود. اسیستان دوم هم اون موقع رفت. ما دوم اسیستان دوم بودیم. اسیستان دوم من دیگه اولا میزگش نه دیگه همه کارها رو به من رجوع میکنن، اونم رفت، من دیگه شدم اسیستان یک. بعد چیزی که شنیدم اینه که اونجا شما عکاسی مد هم بسیار زیاد انجام میدید. آره، اصلا استودیوی مد بود و تبلیغات. و حالا نکته که اینجا در ارتباط با این دوستانی که در قالب مدل می اومدن و شما ازشون عکاسی میکردین، دوستان نبودن، منکنایی بودن، هزاران دلار. آره دیگه. درسته. میخوام بدونم که چه المانهایی رو روشن یا حالا خود شما به عنوان عکاس حرفه‌ای لحاظ میکردید برای انتخاب یک مانکن. حالا بهتون میگم، بذار این چیزم تموم بشه. خلاص ما شدیم اسیستان یک و دیگه همه امور یه چیزی که خیلی سخت بود، یعنی باور کنین اون زمان ها، چون شما وقتی میخواستین از یه نفر عکس بگیرین نور فلاش رو باید اندازه گیری میکردین که فلاش متر اون موقع نبود. یه دونه نخ مثل یه متر به یه متر یه دونه اون گره میزدین، بعد یه چیزایی مثلا یه متر به یه متر یه متر میچیدین، یه عکس میگرفتین با دیافراگمای مختلف. درست. اون فاصله ای که با این دیافراگم بود ضرب میکردین شماره گید نمبر این فلاش رو میداد. یعنی شما هر وقت میخواستین عکاسی بکنین اینو سر نخ میآوردین که این اینجا وایسه. اگه بود دور در بود وقت میدونستین که این گره چند دیافراگم، این گره چند دیافراگم، اون گره چند. اینجا هنوز فلاش مت نبود. درست. بعد وقتی اینا زیاد میشد دیگه محاسبات میزد به جنون و فلان و و کار میکشید به تست کردن موقع عکاسی های مود که مود مشکل بود که چند تا فلاش بیاد اونا رو اون وقت. و شما باور کنید در این روزای توی من شبا خوابم نمیبرد تا صبح. یعنی اگر مثلا 30,000 دلار پول منکن داده بودن و من محاسباتم غلط در میامد مادر من گاییده میشد که تو محاسبات رو درست نکردی. شبایی بدی داشتم تا اینکه پولاراید اومد بیرون که ما اون موقع دیگه که همه وای میستادم یه فلاش میزدیم با پولاراید، اگه درست بود دیافراگم هشت میرفتیم جلو، ولی تا پولاراید نه بعدم فلاش متر اومد. ولی تا اون موقع که پولاراید اومد من شبا نمیخوابیدم از ترس، از نگرانی که مبادا فردا چیز بود و اون تفسیر من بود. من کنم اینطوری نبود. من کنم اینا مثلا اولا یه حرفه‌ای هم که چجوری وایسن یه لباس رو چجوری پریزانته بکنن، یقه داره نداره، دامن رو شکار بکنن، اینا یه حرفه‌ای. یعنی کلاس آموزشی لازمه رو میدید. اولا هیکل رو باید داشته باشین، ممه میممه برای که این چروک میندازه. اون موقع هم
به اصطلاح مشکل داشتیم با نورا، مجبور بشینی روتوش کنی، روتوش هم اینطوری نمیشد. بعد رو یک مکافاتی داشت، بعد میبایستی که سایه نباشه، چون هر چی سایه باشه مکافاتش تو روتوشه. بعد یه روتوش هم ما داشتیم که دم خونه من میشد. شبایی که من میومدم اکثر میدادم با مادام چیچی هم بود اسمش، میوردم میدادم به اون، اونم که روتوش شده بود بردم میوردم روشا. خونش مثلا 40-50 متر به من. اینا یه دوره ای میبینن، بعد یه سری اولا آژانس دارن. بله یه آژانس دارن، بعد توی آژانسی اسم نویسی میکنن. اون وقت این آژانس یا خودشون میان این چیزو میدن به شما. حالا شما یه مشتری دارین که مثلا پولوور داره، بعد شما میایین میرین 10 تا مثلا وقت مشتریتون رو میارین میگین که آقا اینا هست کدومو میخوایی، اونم میگه مثلا اینو میخوام. ما تلفن میکنین به اون آژانس، احتمالا ممکنه اون منکر فردایی که شما میخواین تعطیل نباشه و فلان. بالاخره منکر از طریق آژانس میومد بر مبنای کاری که بلد بود، بر مبنای زیباییش و حرفه‌ای بودنش. قشنگم براتون بگم، یه روزی یه منکنی اومد یک قیافه وحشتناک فروشون که نشستیم دارم بقندسش باید میستدن این موقع یه نگاهی بعدی به من کرد که این قارکسته دیگه چی میکه. بعد دیگه مجبور بودیم که این کارو بکنیم. بعدم یه سری عکس نشون داد که اصلا ملکه وجاهت بسی این عکس ها و این اصلا اتفاق خیلی تفاوت داره. روشون باورش نمیشد. آوردیم و نشوندیم و آقا صبح دیدیم که عکس همون، یه زنک همونه، اون قیافه اصلا فوتوژنی، یه ربطی به اون. آه یعنی میدونست چه روخی رو به دوربین بده در واقع؟ نه فوتوژنیک بود، فوتوژنی به این قیافه ظاهر شما نیست. ممکنه شما خیلی خوشگل باشی ولی تو عکس نه. اینست که اونطوری انتخابات اینطوری میشه. بعضی ها مثلا مجله گرازیا، گرازوی معروف که هنوزم هست، اونا منکنای حرفه‌ای خودشون داشتن. اون تیمشون برای اون کلکسیون اصلا همشون با میشدن میامدن ایران. حالا شما یه اشاره کردین که خاندان عدل یه علاقمندی خاصی به بانوان هم داشتن. نه والی، والی اصفایی میکنن، خاندان مادری شما. میخوام ببینم که شما به عنوان عکاس جوان و خودتونم ماشاءالله زار ماشاءالله همینطور که همچنان هم خوشتیپ هستین، در اون دوره هم جذابیت های جوانی این خوشتیپی رو مضاعف کرده بود. آیا درگیر روابط عاطفی با این مانکن ها شده بودین یا پیش میومد اصلا؟ یعنی امکانش میسر بود که چنین اتفاقی بیفته؟ اولا نه، به دلیل اینکه این موضوع که اینا میومدن ممکنه یه لاسی میزدین ولی این در همین حد بود یا شوخی. حالا یه چیزم بهتون میگم که یه خود خنده داره، منتها نمیتونین اسم همه سود بکشه. بعد لاسی بزنی مگه نه از اون لاسم برای پوزش بری یه بغله بگیری ازش، یا نه به دلیلی که خیلی زمان ها کوتاه، میاد صبح میاد، انقدر هم این چیزها رو دیده که اصلا شما اصلا اهمیت نداره. صبح میاد میره تو لباسکنی، لباس شو بپوشه میاد اونجا. روش ما خیلی شوخ بود، ما خیلی لباس های زیر زنا را عکاسی میکردیم، خیلی زیاد. شاید به مهمترین مارک های سینه بند و اینا تو استودیوی ما بود. ما هم روش اونو اذیت میکردیم. از آن علاقه اسیستانی که می آمد، این به بس که روش رون پست اومده دستش بود یه مثلا عکس دارم که لنگه همه حواس اینم لایه این لنگانش از کفش داریم عکس می گیری. بعد از این شوخی ها داشتیم ولی نه بیشتر که نمی تونستیم بریم، یعنی وقت نبود که می آمدن بارشون رو می رفتن. ولی خب جناب عدل، با توجه به آنچه که شما از شخصیت خودتون توضیح دادین که بسیار آدمی بودین که حالا اون سرکشی های نوجوانی در وجودتون بیدار بود، استودیو و اینکه شما بخواید از 4 تا مانکن عکس بگیرید، فکر میکنم نمیتونست شما را از منظرهای دیگر خیلی اقناع بکنه یا ارضا بکنه. یعنی شما یه آدمی بودید که به دنبال برحال رفت و آمد، گشت و گذار، و یعنی شاید اصلا عکاسی رو به همین دلیل انتخاب کردید. نه بذارید، این اتفاق چیز دیگه ایه.
ببینین اکوسی مود میرین توش خیلی جالبه، خیلی جالبه. اولا این دخترها که میان و بعد میره رو ووگ و میره رو هربرس بازار و فنان میشه، شما اصلا توی جو دیگه این میرین. ولی بعد یه مدت من یه چیزی به شما بگم، من 1367 از استودیوی روشن اومدم بیرون، 1960 2014 من رفتم برای عروسی دخترم، رفتم پاریس، مادم روشن هنوز زنده بود، همسر آقای روشن کریستیان روبن منو برده بود پیش روشن. بعد از من کریستیان روبن شده بود دستیار خود روشن. من به مادم روشن گفتم که بعد از من خب کریستیان اومد پیش شما. بگش گفت کامران از وقتی که تو رفتیم ما هیچ وقت که اسیستان درست حسابی نداشت. یعنی اینطوری من برای اون تازه شاگرد اول ما بود، میدونی چی میگم؟ یعنی اونطوری که من برای روشن کار کرده بودم بعد از 30 سال هنوز اینا یاد اون دوره بودن چیز. البته الان استودیو روشن دیگه اونطوری نیست، الان یه چیز قولی شده، سر و تن نداره. استاد البته منظور من این بود که طبیعتاً شما به واسطه اون تبحر و تخصصی که از قبل تجربه فعالیت در کنار روشن به دست آورده بودید میتونستید خیلی کمک‌کارش هم باشید. ولی آیا به لحاظ روانی برای خودتون خب ادامه فعالیت توی اون مجموعه؟ نه ببین بزنیم بگم درست، این مدت اون اوائلش هم همه خانوما به تو خیلی رفیق میشن، کامران جون ما چیه چرنگی فنان اونجا خیلی دوره تو میچرخه. بعد یه اتفاقی که افتاد 1968 اتحاد شوروی، میدونی که مجارستان یه انقلاب خیلی شدیدی شد که تانکای شوروی اومدن رو بستن به حالا مجارستان، بازم اوضاعش هنوزم با این یارو آروم نیست. ما ماه اوت میبستیم، یعنی اونا میرفتن هر کجا ولی من پاریس میموندم. اون اینا ظهرش من اومدم پای روز همون انقلاب چیز اومدم پایین، دیدم روزنامه ها تیترهای گونده مجارستان عکس پدرازینی کشته شد نمیدم چی چی. من گفتم که کامران از تو رفتی دنبال ماجراجویی، الان همش تو پستون بند و فلان و بیساری، باید برگردی چیز بری اون چیزی که بسانی. توی ایس بیس به من یه نامه رسیده بود که آقای کامران سازمان تلویزیون ملی ایران در تاریخ فلان افتتاح شده است و ما اطلاع داریم که شما در شیشی هستید و عکاسی هستید، اگر مایل باشید خوشحال میشیم که به ما بفرمایید. محمود جعفریان که تیم آقای جعفریان ایشون معاون سازمان تلویزیون بودن دیگه، معاون سیاسی بود، معاون سیاسی تلویزیون ملی ته. تلویزیون یه معاون فنی داشت، یه معاون فیلم داشت، یه معاون تولید داشت. درست، یعنی تولید دست مثلا پیمان بود، مال ما سیروز هدایت بود، چیزم الکترونیک هم دست همین نیست که الان هم چیز داره، الان اسمش یادم نیست. اون سیاسی بود که رئیس خبرم بود. درست، در نتیجه من دو تا رئیس داشتم، هم سیروز هدایت داشتم هم جعفریان داشتم، به عنوان چون من عکاسی خبری هم میکردم دیگه، وقتی میرفتم با شعبانو تحت نظر ایشونست. خیلی آدم حسابی بود، خیلی آدم حسابی بود. بعد اومدیم ما گفتم بود و فران و بیسار ستامبر که روشون برگشت، اول ستامبر رفتم بهش گفتم که موسیقی روشون من میخوام برگردم ایران به دلیلی که فلان و فلان و فلان و روشون اصلا نشست، تو که اینجا خیلی آرد خوبه نرو شوگه نسکر کردن. گفتم که نه شما شما میمونم تا شما یه نفر پیدا کنیم من به اون آموزش بدم چون و چون رو یاد بدم بعد میرم. که تو اون یک ماهی که من منتظر شدم این چیزم کریستیان رومن هم نیومده بود، اون بالاخره اومد.
که خانم روشون گفته اونم خوب نبود. ما اومدیم ایران و البته قبل شما سفری کردید به مجارستان برای عکاسی از اون ماجرا؟ نه نه نه، زود تموم شد. آها. یه هفته نکشید و اصلا به گلوله و عکسه پاریما شوند داشتم، پاریماچه رو داشتم، دارم به اینا ریختن به چیه، همین چیز ما رو به هم زدن برد. بعد اونا می زدن، مجارا می زدن، یه امنیتی ها رو اینطوری بای زدن، اونا دارن گلوله می زدن، امنیتی ها رو بای زدن، همین رو گلوله دارن بفنن. یعنی به تو زینه یه اصلا عکاسی، یعنی می دید اون عکاسی بود که بوده ادامه پیدا کرد تا جریان ویتنام که اون بچه لخت داره میگه دیگه یک سانسور عجیبی روی عکاسی خبری گذاشتن، دیگه نمیذارن کسی کار کنه. البته اومده یه بر خلاصه ما اومدیم نامه رو برداشتیم و مادر منم چون خیلی به اصطلاح از این موضوع ناراحت بود با آقای پرگور، یه خونه ما اونجا دوتا بود، یه نصفش دست وزارت فرهنگ و هنر بود، مادر منم با آقای پرواز خیلی رفیق بود. گفت یکی از دخترعمه های منم چیزش بود، منشی آقای طرح بود، برو حالا من اون نامه تلویزیون رو دارم، کیهانم دارم، اطلاعاتم دارم، که همه اینا از شما خواسته بودن که باشو همکاری کنم. نه نه نه، یعنی اینا امکانات من بود. بله. عکاسی تبلیغاتی هم اونجا میدید؟ نه هنوز به اونجا نرسیدم. ما رفتیم پیش آقای پرگود و آها شبی که من یه دونه پورتفولیوی اینطوری به این گوندگی هنوزم دارم، پورتفولیو رو 40 تا عکس مد پاریس، 2 تا 80 تا عکس مد پاریس. ساعت 10 شب ما اومدیم با ایرانر فرودگاه مهرآباد تهران، اینا چیه باز کردن؟ حسن حسین این مسئولین فرودگاه که اونجا چک میکرده، یه دونه پرواز هم بیشتر نبود اون موقع، اونم رفته بود آقا اینا حالت بگرد، 10 ماه با به ما نشسته شده 11 شده 12، برادر من اون بیرون نمیدونه اون تو چه خبر، از قد شما چیکاره بوده اونجا؟ گفتم آقا فامیل ما اونجاست و فلان و بیسار، اینو مخصوصا گفتم چون برای جریان بعدش با نمک میشه. بعد بالاخره اومدیم بیرون و ما این دوسیه ها رو زدیم رفتیم پیش آقای پرواز. آقای پرواز هم خیلی، البته بعدن هم که من اصلا به طور کلی با دربار همکاری داشتم، آقای پرواز به من خیلی لطف داشت، ولی از اونجا میشناخت ما رو، فرستاد اونجا و رفتیم. آقای پرواز هم یه زمانی گذاشت حدوده یه رو نیم ساعت، اینه به بچه خوبه و فلان تو بیساره، گفت ولی آقای ما اینجا یه قسمت فیلم داریم، شما باید بریم با رئیس قسمت فیلمی. رئیس قسمت فیلم هم اینو باز کرد دیدش که آقا اگه من بیام اون باید بره. گفت نه آقا جبا اینجا شما یه دونه رولای میدیم با یه دونه فلار شما بودیم و کسا خبری میدونم، یعنی تو تلویزیون ملی که حالا تازه نه اصلا به تلویزیون نرسیدم، این وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ که بخش فیلم داشت. گفتیم نه نشد. و بعد روزنامه اطلاعات خانم عباسلطی گفت هفته یه دونه عکس برای ما بگیر بزنیم صفحه 2، 100 تومن میگرفتم. با کیهانم معامله نشد با بسیمی که فامیلم بود و اینا، و رفتم تلویزیون. اونجا تلویزیون اینطوری بود که از قبل دهی که در فرانسه با من هم دوره بودن اینا اومده بودن اینا به تهران، تلویزیون ملی چون توسط فرانسوی ها درست میشد دوباره اینا رو برگردونده بودن فرانسه که اینا ببینن دوره ها رو ببینن، دوره ها رو ببینن، دوره موقعی من میرسم به اونجا که اینا برگشته بودن، رئیس مجلس همه جا بودن و تا ما باره چی دون که کامران جون فلان بیسار، حالا اون دوسیه ها بقید کامران جون چه خوب شد اومدی، امشب یه ما ضبط داریم، شو داریم با چیز فرشید رمزی که تهیه کنندش بود. آره با فرشید رمزی. بعد من اصلا نمیستم شو چیه فرشید رمزی چیه ایچی. اومدیم شهر رو بردیم دادیم اینا رو به هدایت و هدایت محترمانه نگاه کرد و باشه. ما
نیومده تو استخدام شدی. یعنی همون روز اول همون... برای یه شوی تلویزیونی شما دعوت کردن. بله بگیر. ولی کاغذی ماغذی هیچی قرار دادی. رفتیم شو رو عکاسی کردیم و ریش داشتیم یه چیز غیر عادی. دوربین یعنی هنوز اون موقع ریش مد نشده بود برای چون فرشید رمزی ریش داشته من. بله. بعد با دوربینای مدرن امروزی که اون موقع اصلا در ایران نبود، من با دوربینای خودم تا 1350 با دوربینای خودم برای تلویزیون عکاسی با هسلبلادای خودم با دوربینای خودم که نیکون اون موقع اومد. فرشید رمزی هم موضوع خوشش اومده بود، یه خط در میون اون اونجا اینطوری میرقصیدم، یه شو از ما میگرفت که قیافه ما رو که داریم دوربین فلان بیسار که فامیل عدلم آه یعنی تصویر شما تو دوربین تلویزیون ملی نقش بر می می گرفتن دیگه. یه مثلا یه اتفاق جدید محسوب میشه. آره دیگه، این اصلا چیزی دیده نشده بود تا اون موقع، لنز و دوربین و عکاس ریشو و فلان. کسی ریش ها فکر کرد اصلا من فرانسویه که با این قیافه، مردم که نمیدونستن ولی خب خانواده دیدن خانواده هم، ولی هنوز اوضاع هنوز خیلی خیته. آخر ما رو بیرون میکردن بر تقدیر دیگه. فرداش قطفی هم اومده بود و دوسیه ها رو دیده بود و با استخدام رسمی تلویزیون شدیم و این تو آبان 1347 بود. 47 جناب عدلی، سوالی که اینجا مطرحه، مدتی قبل پیش از این که جناب آقای مانوک خدابخشیان از دنیا برن، یک گفتگوی باشون شده بود در ارتباط با فعالیت در تلویزیون ملی ایران و ایشون یه تعبیر جالبی رو استفاده کرده بودن. میگفتن که تلویزیون ملی مثل یک جزیره‌ای بود که گویی شما وقتی واردش میشدین وارد یه دنیای دیگری شده بودین، خیلی متفاوت بود از فضاهای خارج از محیط تلویزیون. میخوام ببینم شما تجربتون از فعالیت در تلویزیون ملی و حضور در اون لوکیشن و اون فضا چطوره. ببینین اینو هم اول به شما گفتم، تلویزیون ملی نه اونقدر فیلم بردار در ایران وجود داشت، نه هیچی نداشت. همین نامه هایی که نوشته بودن، تقریبا تمام فیلم بردارای ما از آلمان اومده بودن. یعنی اصلا آلمانی بودن یا ایرانی هایی بودن که از آلمان بودن؟ من از فرانسه اومدم، پرویزی که میاد از فرانسه اومده بود، محمد شفایی خانومش از فرانسه اومده، یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا، بیشتر فرانسه و آلمان. آره این یه محیط دیگه‌ای بود به دلیل اینکه اون محیط اداری مثلا وزارت دارایی یا وزارت کشور نبود، یا همه هم بیخیال و پاشن و تحصیم عرض میکنم و با آقای قطبی شاید، ولی بین خودمون که فشخار مادری بود، بین خودمون خب خیلی محیط خوبی بود و راحت بودیم و رفیق بودیم. در واقع من راست میگه، شما اونجا خیلی میتونستیم ببینید که دو نفر دارن آلمانی صحبت کنن، دو نفر دارن انگلیسی صحبت کنن، دو نفر فرانسه صحبت کنن، خیلی زیاد. ببینید اصلا شانسی که من آوردم این بودش که توی تلویزیون تمام این آدم های کارگردان های بزرگ که اونا هم فرانسه درس خونده بودن کارگردان های بزرگی ایرانی بودن، یه محیط انتلکتور درجه یک بود، میدونی آدم های کاربلد در امور فیلمسازی و اینا. در نتیجه من با آدم های معمولی طرف نبودم. منی که حالا باز میخوام بگم که اون که دایی جان ناپلون رو ساخت اسمت آقای ناصر تقوایی رو میفرمون، تقوایی مثلا دوست جونجونه من، میدونین شما با اینا از یه بر میشینین صحبت میکنین که اون دوستای من که رفت دادن یه عکس یخچال مینداختن، یا اون صاحب اون شرکت تبلیغاتی که پول و یارو رو میخورد. یعنی محیط کار من درسته که پول توش نبود، ولی محیط بسیار جالبی بود. بعدم چون یه کمبود بسیار، مثلا عکس برای اون موقع این چیزا نبود که دنبالی بزنن موزیک بزنن که از این چیز بدن به اون برنامه، میبایستی اسلایدی میذاشتن باش موزیک پخش میگن، از من مجبورم همه جای ایران برم عکس میگیرم. بعد یهو شما از اون محیطی که به سبب پاریس و اینا وارد یه محیطی میشه اسما گونده است، خوزستان، کردستان، سیستان، بلوچستان، آذربایجان، اسما همه گونده سنگین،
میشه آره مدل تو یه جایی که شب که میشه دیگه نه تلویزیون داری نه هیچی داری خود تکت هم نه اصلاحات سر بیره بعد. ولی محیطی بود که شما داریم مجبوری فکر بکنی. من فکرم نبودش که حالا مرگره این توی اون دوری مسئله من اون نبود. من میرفتم جشن اونا که عکاسی میکردم تمام ایله و نرژی آدم هایی که میامدن رقاص های هندی موزیک نوازنده های سیتار یا ارکستر سمفونیک لهستان که مثلا چیچه تده اومونم بگرام مردین فیکای بخو بزنه مزار بزنه تو تلیه تو جشن هنر. از شما اونجا وای میسیدیم میبینی که اون شتوکهاوزن بیاد میدین اصلا یه دنیای دیگه ای بود. یه اون الان هم خیلی چیزها رو که من میارم بیرون یه ده شوکه میشن. ولی مثلا شتوکهاوزن با اون موزیکش بیاد و شما باید بره ببینی که این هم راست میدین چی میگم خیلی تفاوت میکنه محیطی که شما توش دائم در تلاطم عوض شدن این مسافرت هایی که با شعبانو داشتن. شما فرمودید که زمانی که به ایران برگشتین و در تلویزیون ملی مشغول به کار شدین تجربه عکاسی خبری هم داشتین. هنوز نه. آه یعنی بعد از استخدام هنوز این تجربه هنوز رو پیدا نکردین. چرا برین عکاسی اجتماعی پاریس میکردن ولی اون که بیام درگیر خبر بشم نه. ولی میدونی آخه چجوریه شما وقتی که عکاسی دست میکنین سرعتتون زیاد میشه بعدم نه این که فکر کنین من روزی که اومدم خیلی مخ بودم نه یواش یواش با صحبت کردن با این دوستان و اینا یواش یواش مثلا یاد میگیرین دیگه محیط رو میفهمین زیر و بم جامعه رو میفهمین. روز اول که من اومدم ایران خب معلومه مثل تقوایی نمیدونستم این چی میگه خب بعدا نشست و برخواست سیاد پرویز سیاد اصلا میدونیم من چقدر به این کار کردم براش خیلی عکاسی میکردم تمام تعزیه هاش و بعد من خیلی زود تو فیلم های صمت هم پشت صحنه‌اش حضور داشت یکیشو بعد آدم بسیار با نمکی بود نکته داشت آدم زنده‌ای بود بعد اطرافیانش هنرپیشه‌هاش اینا همه آدمایی بودن که ریز به ریز سانتیمتر به سانتیمتر میلیمتر به میلیمتر میرین جلو ای میگیرین و تجربه میشه یه نکاتی رو من امروز میبینم که اون موقع اصلا نمیدیدم خودتونم تو راه یاد میگیرین طوری نیستش که من از روز اول پروفسور بودم نه همچی چیزی نیست یواش یواش یاد بعد ایش حالا خودتونم اشاره داشتین اصولا فکر میکنید شناخت فرهنگ یک جغرافیای خاص چقدر میتونه توی عکاسی کردن شما سهم داشته باشه؟ ببینین تو یه جاهایی فرد زیادی نداره یعنی که من در تهران کار بکنم یا در گرجستان اونجا من معماری ایرانی اونجا رو عکاسی کردم اینا تو یه چیزه تو یه رواله ولی وقتی میرین افریقا کاملا فرق میکنه یه محیط دیگه یه نگاه دیگه یه برخوردای دیگه اینطوری آره جنس عکاسی هم در واقع متفاوت خواهد جنس عکاسی یه طورایی این موضوع نوره موضوع نوره اونیست که ببینیم ما اینجا در یه ماهای مثلا از مثلا اردیبهشت میخواین شما بیاین بیرون بهتره که عکاسی روز نکنیم بهتره که آفتاب داره میره بالا میره تا شهریور خب در نتیجه را صبح زود باید عکاسی کنین یا غروب این چیزها رو باید بدونین وگرنه اگه سر زور بقیم بریم هم سیاهه چشماشو سیاهه در یه چیزی که به اصطلاح تجربه است ولی باقی چیزا مردم ها آدم ها وقت چیزاشون فرق میکنه برخورداشون فرق میکنه یعنی من در دوران قبل از انقلاب من راحت عکاسی میکردم من یه مثلا پشتم کلوف دیگه پشتم علانه به این سادگی نیست یا ممکنه که
خیلی راحت من به شما بگم این اتفاقی که 1992 برای 50مین سالگرد عکاس شدنم یه سری از تهران میرفتن که این نمایشگاه تو فروردین که 50 سالی که من عکاسم رفتم میدون راهن دیدم که دارن این کالا به مردم میدن پولم نمیگیرن تعجب کردم حالا دوربین هم ماله اون اولیست که تو به صلاح عکاسی اولین دوربین ترودلنز دنیا رو زایس بود من خریده بودم با همون دوربین بود یعنی دوره دیجیتال بود ولی من با همون دید یه او دیدم که یه یاری اومد بود همین ها میرن عکس میگیرن میزنن تو فیسبوک ها برن ها میرن دست ما رو چسبید و فلان داد و بیداد یه دونه تو میدون راه از این پاسگاه چوبی هست دو تا پاسبان اومدن ما رو دستگیر کرد ما رو بردن تو اون تو ده بشین ده بشین ده بشین تا اینکه هی تلفن میکنن این ور رو گفتن که آقا چی شد حالا من نمیدونم که موضوع چیه شما توی کلانتری که میرین دو تا اتاق هست یه اونهاییست که چاوکشی کردن کتککاری کردن دزدی کردن فلان یه دونم اتاق داریم واسه امنیت ملی خب کیس من میرون امنیت ملی اینا عقب اون جناب سروانی میگردن که مأمور امنیت ملی که من برن تحویل اون بگن بالاخره ورود مثلا ساعت 11-12 این آقا رو پیدا کردن و ما رو بردن میدون شوش باز تو همه از این کابینا نشسته بود تو کلانتر اینم اگر شما کارت شناسایی داری من کارت بانک همو در آوردم من گفتم من کامران عدل هستم گفت من چی من گفتم آقا یعنی شما من کارت کامران عدل رو دزدیدن گفت نه شما باید یه سند چیزی بدید گفت من هیچی ندارم ولی بالاخره چیز شد و گفتش که شما فردا صبح ساعت 10 برید امنیت ملی برید امنیت ملی میدون 15 خرداد امروز مرد ما هم رفتیم اونجا و گفتیم که آقا ما رو جناب سروان به اشتی فرستاده اسم اون آره اسم واقعی نیست بود که اینا اسم امنیتی دارن آقا شما بین بشین اینجا و بشین یه اتاق کوچولو در رو قفل نکرد ولی چهار طرفش پنجره نداره آه بشین 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 ساعت 11:30 اومد و گفتش که بله همین شما هستین که آبرو ما رو میبرین با فیسبوک عکس میذارین فلان بیسار با خوشونت گفتم جناب سلام من که بچه نیستم من میدونم از صبح که من شما اینجا کش رفتید پرونده من رو تو وزارت اطلاعات دیدین پرونده من رو تو اطلاعات سپاه دیدین ناجارم دیدین اگه فیسبوک من ندیدین برید اونم ببین یه اون زد زیر خنده گفت آقای از شما شد نمیه یه کارت ناجا بگیرین بتونین همه جا راحت برید گفتم جناب سوال نه به اون داد بیداد اولی تونن یالا کارت هم دارین به من دارین میدونین این اتفاقات هم میفته مثل یعنی شما اصلا نمیدونین که میتونین عکاسی بکنین نمیتونین عکاسی کنین درگیری میکنین چه جوری پیش میاد اینا اینا هست این ولی در زمان شما اینو من نداشتم ولی بهتون دارم میگم من با اطلاعات خیلی اوین بودم من همه جا زندان رفتم اگر اجازه بدید ما بریم به سراغ زمانی که در واقع دفتر شهربانوی وقت ایران از شما دعوت میکنه نه اون موقع اینطوری نبود فعالیت بکنید یعنی از شما دعوتی به نمر نمی بودن بسرم کنین یه روزی به من گفتن چون افسر نگهبان این کار میکنه افسر نگهبان تلفن کرد گفتش که شهربانو شما رو خواسته ما هم وسائل رو برداشتیم نمیدونستیم که چیه از بچه ها باید عکس بگیریم چی رو بانیم و رفتم اونجا متاسفانه اصل سند رو از من دزدیدن فوتوکپی ها شدن رفتم اونجا و بچه ها رو عکاسی کردیم بوده بشین و شعبانو نمیاد و بشین و جمع اومد و سگرما تو هم و نشست و با هم دیم نه اصلا این حال نداره که من ازش عکس بگیرم گفتم بابا مثل اینکه شما زیاد حال روز خوبی ندارین گفت بله یه هم شد مملکت تلاها رو
ولی شک هم گفتم قربان یه کاری از دست من برمیاد تو کی هستی که اصلا میدونه اختیار گفتم گفت بله اتفاقا از دست شما برمیاد گفتم قربان بعد چیکار میکنم گفت بیم بشینین اینجا حالا من دارم جلو شهبانو بشینم گفتم نه قربان من دو بار نه بشینین اینجا ما میتونی اینطوری اینطوری نشستیم که هم بی تربیتی نباشه هم با تربیتی باشه و قلم کاغذ و من میخوام شما یه لیست دو تا صفحه اینطوری یعنی چهار ستون بر من لیست نوشت که از چیا برین عکس بگیرین بر من ما هم شروع کردیم به این عکاسی کردن ها و اینا رو از اون لیست چه زیاده دارم خود لیست و فوتوکوپیشو دارم همه چی بود توش بیمارستان هتل راهن هر چی که فکر کنی هر چی به عقلش میرسید نوشت این لیستو داد و گفتم چشم و این عکاسیم گذاشتم تو جیبم مدتی قبل از این توی چیز توی خیابون ولوی داشتم میومدم بالا دیدم یه بنزی جلوی من قرشمال میاد و اینا رسیدم گفتم درست رانندگی کن اومدم پیچیدم تو تلویزیون این دوال من اومد از نگهبانی رد شدم اینم اومد که خودتا میدونی منطقه امنیتی تلویزیون اومدن رفتم قسمت فیلم دو تا آدم قولتشن آقا اومدن بیرون ما رو گرفتن به کتک ده بزن طوری که من در بدون هیچ کلامی فقط میزدن زدن و سوار شدن و رفتن هیچ کس هم خروجشون هم مانع نشد ما هم سوار شدیم رفتیم اون موقع سر این دوراهی که چیز بود چرخ فلکی نبود اونجا یه پاسگاه ژاندارمری بود رفتم یه شکایت کردم که این اتفاق افتاده پرونده رو تشکیل دادن ما رو فرستادن چیز ما رو فرستادن پزشکی قانونی و دیگه هیچی نشد حالا شعبانو این نامه رو داده به من و ما شروع کردیم به کار یه روز که من رفته بودم پیش پهوی صیاد اومدم پایین سوار ماشین شدم دیدم که یه بنزی دنبال من میاد من همون بنزه بوده یه بنزه نه یه بنزه دیگه قهوه‌ای چهار تا آدم توشه گفتم اینا چی کردن یه گفتش که بزن کنار ولی میگی گفتم من کامران حتم مجاهد پجاهده نکنه میخواد چیز بکنه گفتم باشه حالا هفتگیرها بیرون آقا زدم پارون پدال رفتم به طرف تو خیابون عباس آباد اونجایی که الان میدونه تختی اونجا ها وزارت اطلاعات جهانگرد هم سر اونجا بود چرا قرمز شد من ماشینم رو ول کردن ده بودو طرف اونجا ستاد ارتش بود برم ستاد ارتش درگیری میشه دیگه آقا اینا ما رو وسط را گرفتن و حالا هفتیرا مردم چراغ قرمز یه او 2000 نفر جمع شد ما رو بردن دیگه تو فیلم های سینمایی دیدین دیگه میندازن دست و این نامه هم حالا تو جیب من اینطوری دست و پا و این یکی هفتیر گذاشته پس گردن ما جدیم جلوی ما پشت خارما در میدن همین هایی که تروریست هم همین فیلم خارکوی پشت هم میدن تا اینی که این دست رو کرد جیب من کیف و در برد واس کرد دربار شاهنشاهی افتاین یهو گفت این چیه تا این هفتیر از پشت من برداشت و من همینجا که این هفتیر برداشت خوابوندم تو گوشش یک سری فوش خارمادر چهارواداری ردیف کردم واسهش سه شنبه شبی گفتم همینطوری مردم رو میگیرین اینا حالا مردم میگن این کیه که زده تو گوشه این هفتیر کشه داره میزنه گوگیجه به تمام معنا اصلا هیچی نمیفهمن ماشین منم لخت لخت کردن یعنی تمام تو دوزی رو در آوردن دو شکار رو در آوردن یه دیگه آهن به من دیر و فلان من گفتم که اگر فردا صبح یه سری فوش خارمادر نکردم با تو هرون زاده هستم همونجا رفتم خونه برادرم مهمون بودم تلفن کردم به جعفریان چهارشنبه یه جلسه ساواک بود تو تلویزیون هر هفته اونم گفت
فردا صبح پین دفتر من اینا رو بگید. فردا صبح ما رفتیم و تمام سران سواک گفتم آقا این اتفاق افتاده. آقا اینا اومدن به التماس. یعنی رفتن و وضع به هم خورد. هم اون عده اول که پرونده رو خوابونده بودن و همین پرونده دوم خلاصه وضعی شد و دیگه در واقع نامه که شهبانو به شما داده بودن یه جورایی نجاتتون داد دیگه. نه ماکسیمومی بودن هم سواک متوجه هستین. اون احمقی که کار اینو فرستاده دنبال من، اون احمق من میخوام ببرم کجا؟ ببرم سواک دیگه، یکی کامدان عد. من برای اینی که برم تو تلویزیون هفت روز بازجویی بسودم تو باغشا. متوجه هستی برای که اینا تا فیها خاردون وزد، یعنی سواک بازجویی سنگین میکنه برای اینکه شما برید تو تلویزیون کار بکنید. تو تلویزیون تو منطقه کارتاش هم من صادر میکردن. کارت آبی یعنی اینی که شما تو همه جای تلویزیون میتونی تلویزیون حتی فرستنده میتونی بری. کارت سبز یعنی که شما تو چیزا استودیوها و اینا، ولی منطقه فرستنده اونجا نمیتونی این بدید. کارت قرمز هم یعنی توی قسمت های اداری، اونم بیرون سازمانه، یعنی اون ورخی اون پهلویه، فقط اونجا میتونین برین. کارت ها رو کارت های امنیتی داشتیم ما و هم دارم کارتمون. کارتاش هم من عکسشو میگرفتم، من اون پشتشو میگفتم تو چی کاره؟ میگفتم اون قرمز میزدی، تو چی کاره؟ سبز میزدی، تو چی کاره؟ اونا البته من میگفتن که ترتیباشو بر تقدیر دیگه از ما از این لحاظ دیگه با ما مشکل. پروژه عکاسی طبق دستورات شعبانو رو ما انجام دادیم و یه پنج ماهی من عکاسی کردم و دیدم هیچ جوابی از شعبانو نمیاد. حالا علتش چی بود؟ شعبانو اینو به من یادش رفته بود بگه که ما میخوایم یه کتاب در ایران در بیاریم، خوشگلی میخواییم. منم با ایده هایی که دوره انقلاب دهه 60 دیده بودم، من اون تو بزرگ شده بودم، یه دیدگاه خاصی به جامعه داشتم، من اونطوری عکاسی میکردم. اینا میرویشون میگه این چی چیه؟ یعنی ده الان اون عکسان یک میلیون میلیون میارزه. درست که در این الان دارین ازش کتاب چاپ میکنین، سعی میکنین، فعلا که نشده. بر تقدیر شما چه المان هایی رو تو عکس های خودتون رعایت میکردین که حالا مورد قبول ایشون واقع نمیشد؟ ببینید ایشون میخواست که همه چی ترتمیز باشه، یعنی از جذابیت ها و زیبایی های ایران به نوعی عکس برداری بشه. اگه بیمارستان مثلا فلاب یا رو تسته امر سنان، نه من میرفتم بیمارستان یارو هم که شل پل بود میگرفتم میرفتم جلو. میدونی چی میگم؟ بعد اون عکاسی واقع گرانه نمی کردن که اون چیزی نبود که در نهایت شد ایران پل فیروزه ایران عناصر سرنوشت. اون کتاب ها رو دیدین؟ من متاسفانه اینو ببینین، دوتا کتاب رالفینی گرفته، دوتا کتاب پرفکت، یعنی مولا درزش نمیره. هرچی کتاب در آوردن از اون به بعد دیگه از اون به درد خلاصه. ولی به اصطلاح این باعث نشد که من سفرها با شعبانو نرم، مسافرت ها میرفتم، خبری میرفتم. بعدم که به سراسر همین اختلافاتی که با این اعضا پیدا کردم من استفاده دادم، رفتم دفتر مخصوص. با کدوم اعضا در واقع اختلاف نظر داشتیم؟ از آقای قطبی بگیرین، با رئیس دفترش، با آقای گرگین، با تمام یعنی اینا همه اونوری بودن. اتفاقا در این ارتباط میخواستم ازتون بپرسم استاد، همواره یک شائبه مطرحه که عناصر و مدیران ارشد تلویزیون ملی ایران آنگونه که باید میشه گفت منویات در واقع سلطنتی یا شخص اول مملکت رو پیاده نمیکنه. آخه اونا ببینی رئیس کارگزینه که نمیتونه، خب تنها کسی که میتونه توی این چیز وارد بشه آقای جعفریانه و خود آقای قطبی دیگه. خود آقای قطبی. ولی وقتی که برای من پرونده درست میکنه آقای گرگین که اینا واقعیته، من دارم اشتو کازه نکاسی میکنم، خب برنامه اشتو کازه، برنامه های سنگینو خودم عکاسی میکردم.
اشتوکازی دارم عکاسی میکنم جشن هنری. یه دوشنبه است، دوشنبه شبی. بعد برم حافظیه برنامه آخر شب رو بگیرم. من اشتوکازه بگرفتم و رفتم حافظیه. یهو آقای قطبی وارد میشه جلوی 2000 نفر. آهای است آب من با شما توجه جوگ نمیره، پارتیت هم که کلوفت، برو فکر یه کار دیگه بر خودت بکن. شو شو جلوی این همه آدم آب نوریزی تو آقای آب من. حالا چی شده؟ اونجا نورعلی برومند که کوره میاد با آقای اشتوکازم روبوسی میکنه. بله. آقای قطبی میگه آخ کاش کامران اینجا بود عکسی نمیگرفت. آقای گرگین چی میگه؟ آقای قطبی من بهش گفتم وای نستاد، تو یه مادر قهوه از کجا میدونستی که نورعلی برومند میاد اینو مارچ میکنه؟ ما هم آقا ورداشتیم و تورمینا ما رفتم خونه سیروس هدایت که هم دوستم بود هم رئیس سابقم بود، جریانو گفتم که من آقای قطبی منو اخراج کرده. صبح ساعت 10 به اون مستخدم آقای هدایت اومد منو گفت آقای راننده تون اومده. ما هم رفتیم خوابگاه و چمدونم رو بستم و اومدم دوربینام رو تحویل بدم به آقای فرزانه که نفر معاون من بود که بیام برم هواپیما بگیرم برگردم تهران. این به همین سادگی. این سه شنبه است. پنجشنبه من عروسیم. عروسی خودت؟ خودت. شنبه صبح شهبانو میخواد بره چین. من سه شنبه صبح اخراجم. دارم میرم بیرون. یه میگه یکی میگه کامران جون. من گفتم جون. یادم قطبیه. میگه که جونم و در جونم و زهرمار انشالله اون منیشه پدرت رو در بیاره. منیشه یعنی همسرت آره. تو که پدر منو در بردی، برو شهبانو منتظرت کاخ. سه شنبه صبح ما دوباره وارد تلویزیونه. اینا من تا سه شنبه، این چهار شنبه من دارم برمیگردم تهران. من نمیدونم بعد برم چین. من میدونین که برم دوربینام رو راست و ریس بکنم. خب بنده روز عروسیم بزنم میگم من فردا باید برم چین. روز عروسی در اصل روز بعد از عروسیتون شما عازم چین هست. من دارم میرم چین. این موجودات بودن. از اینا خیلی بود، هر روز بود. آقای جهانبانی گرنم اصلا فامیلی پوفیوز دیوز بی همه چیز خواسته بود که من اصلا فکر کنم رئیس تلویزیون اونه، ساباکی درجه یک، درخواست داده بود که از ساختمونای تلویزیون به من عکس بدین. آقای جهانبانی به عنوان رئیس دفتر آقای قطبی در جایگاهی نیست که از من عکس بخواد. خیلی ساده است، رئیس دفتر قطبی کاری نیستی. تو باید به رئیس تولید نامه بنویسی آقای حالا هر کسی خواهشمند است تعدادی عکس فرستنده به ما بدی. ما اطلاع با آقای جهانبانی نداشتیم، برای که هر روز من با این مرتی که درگیری داشتم، هر روز یه مرتی که عقده ای انقدی حابل رو دوست کینه‌ای یا گفتش که چرا این عکسای فرستنده رو به جهانبانی به اون شکایت کرده بود که اون بیا سر من داد بزنه. گفتم آقای قطبی ایشون عکس فرستنده میخواد، پاشه بره دفتر من اونجا تا بخواد میتونه انتخاب بکنه. گفت عکس نو میخواد. گفتم مگه تلویزیون ری کرده که عکس نو میخواد؟ میدونی پرونده سازی صبح تا شب، ای جواب اینو بده ای جواب اونو بده. این چیزا بود که منو آسی میکرد. و حالا شما صحبتی داشتید مبنی بر این که با شهبانو باید به سفر چین هم میرفتید تو همین کش و قوس و درگیری های تلویزیون.
با توجه به اینکه به هر حال نظام سیاسی ایران مبتنی بر یک روش و منش دیگری بود و حالا چین هم که طبیعتاً چین کمونیست بود، حضور شهبانو در اون فضا نوعی تضاد ایدئولوژیکی شکل ندادی بود؟ شما به عنوان همراه ایشون ببینین، برای اینکه قبلا اینای اشرف هم قبلا رفته بود، یه نزدیکی بین دولت چین و ایران پیدا شده بود که ما سفیر داشتیم در چین، آقای آرام، که من خب چون لای شهبانو سر یه موضوعی دارن توی جایی مثل بیابون نه ولی همه چی دارن صحبت میکنن و یه اوی آقای آقای گفت آقای عهد با صدای بلند این حالا از بعد میگن کارمند سفارت آقای عهد، گفتن بله، گفت خانم شما عاصمه خارج از کشور اجازه نامه شما رو نداره، حالا جلوی شهبانو چون همه بعد بیاین سفارت یه نامه خروجی شما امضا بکنید برایش. گفتم که شما برین تا از طرف من امضا بکنید. نه خود شما برید شما همه کار رو بل کرد، دیالوگ من رو بان کن، آرام هم سفیر اونجا بایستاده معذب نمیگه بازم میگه به خودت امضا کن، نه اینم برگه آقای آرام گفت آقا به شما یه چیزی گفتم برو انجام بده، دیگه سفیر گفت یارو فهمید اوضاع، یعنی اینطوری خلاصه چیزه با نمک اینطوری، نه چونم ایشون فرهنگی بود بیشتر ما رو کارخونه نبردن، میدونی دیوار چین و فلان رو بیشه دیگه جا بردن پر اسباب بازی، ما میدیم که این همه اسباب بازی صادرات چین اسباب بازی شروع شده بود، اومدیم زیر زمین امپکس هایی درست کردن کپی امریکایی، قطفی هم دیم امپکس رو میشناختم، من هم میشناختم کپی بین هاسلبلاد ساخته بودن کپی پست کرده بودن، بعد نبود سفر چین. و خب نکته دیگری که شاید در نگاه من به عنوان کسی که از اون زمان یه مقدار فاصله گرفتم و هم نسلان من و حتی دیگرانی که اون دوره رو هم تجربه کردن ولی شناختی از دربار پهلوی به آن صورت ندارن، یعنی آن دیدگاهی که نسبت به دربار وجود داره صرفا از طریق تعداد محدودی فیلم، تعدادی عکس و احیانا سریال ها و فیلم هایی که در این سالهای اخیر ساخته شده. شما فردی بودین که به هر حال در دربار رفت آمد میکردین، با شخص اول مملکت از نزدیک برخورد داشتین، با خود شهبانو به هر حال همسفر بودین و میشد ویژگی ها و شاخص های اخلاقیشون رو تا یه اندازه واقف باشین. میخوام بدونم که نگاه شما فارغ از اون پیشینه خانوادگی، صرفا به عنوان کسی که اونجا داشت کار میکرد، نه تو کار نمیکرد، نه منظورم حال همکاری داشت یا رفت آمد داشت، شناخت شما از شخصیت این دو فرد چگونه بود؟ یعنی اگر بخواید یک شمایلی از اینها رو معرفی بکنید چقدر تفاوت داره با آنچه که ما در قالب تفسیر و تصویر و مصاحبه داریم این روزها ازشون میبینیم و میشنیم؟ آدم بسیار مهربانی بود. یه دفعه تو سفر، حالا یه دن خاطرات دارم، سفری ما دور کبیر داشتیم، من میفهمیدم کجا میخواد بره، زدم جلوتر از این رفتم تو، بعد اینم اومد یه پیره مردی اون گوشه نشسته بود و حال احوال میگرد و اینا، گفتش که شیشا تو چه اموالی داری؟ شعبانو پرسید، گفت دور از جون شمای اولاق، شعبانو رو چه کرده من به خطی که اون نبید بروش نهی واقع دور از جون شمای اولاق دارم، خب هر کسی ببینیم جای اون باشه میدونم، نه خیلی کول سرش برمیان خندید و همینطور با یاروشون دیالوگو ادامه داد، خیلی با نمک، منم خندم گرفته بود ما تا نمیتونستیم جلو یارو بخندیم. یا اینه که شبانه میخواستن اونجا شهرسازی بکنن، بعد دیدین که وقتی یه بچه یه چیزی میخواد مادره میگه تو دلت نمیخواد، آره من این بستنی میخواد،
که مثلا من برای تو شکلات بخرم که شکلات خوشمزه تره، اون میگه نه من دلیل میاره که از بستنی سبه نظر کنه بیا رو شکلات یه چیز دیگه، اونم میگه نه. شعبانو قراره که برای اینا خونه بسازن، من دادی دورش جمع شدن و میگه که خب ما میخواییم اینجا شهرسازی بکنیم، چجوری شما دلتون میخواد؟ قربان تیران میزنیم، بعد چیز میزنیم، آچار میزنیم، اینطوری میگه دلتون نمیخواد یه دونه شهرک داریم با کاگل قشنگ تو چیز برین؟ مثلا یعنی شعبانو مد نظرش بود که با مطابق با بافت سنتی همون منطقه براشون ساخت آره. ساز بکنه. نه قربان اون نمیخواد چونه سر بین این اون نمیدونم اگر کار بکشه کشید، ولی اونا جد گرفته بودن که آپارتمانی میخواییم، اینم احتمالا همون سنتی است، نه سنتیه با کاگل، ولی اقلا تو کوچه بس کوچه برم بگه به اصطلاح این بهش میگن که معماری سوسیالیستی. مثلا در اجازه ما رفتیم اینا یه حیات دارن، شبا میومدن زنها میشنستن با هم دیگه صحبت میکردن، ولی تو آپارتمان دیگه نمیتونن برن خونه یکی دیگه، یا میومدن تو کوچه در کوچه با هم صحبت میکردن. اما این رسمه همه جای ایران. این به اصطلاح خاصیتاش و شخص شاه چی؟ با شاه هم برخورد داشتیم؟ آره شاه هم یه دفعه دیدارتی بانمک بود و سموری سودیم با چیزش یه فراری بودم چی بود؟ دکپوتابل دختر کوچیک اسمش فرهنگ لیلا اومد ریش من میشه ماشین شاه هم بایستاده بود، الان میگفت بکش دردش بیاد، شاه میگفت آره بکش دردش بیاد. بعد گفت شما چرا اصلا ریش گذاشتی؟ گفتم که داستانشو گفتن که من داستان واقعیش این بود که من سر استخر کار میکردم، با دو بچه سال بودم ریش گذاشتم که بترس بکنم من گندم، اون دوره که غریب نژادی هم میکرد آره. بعد همایون برادرم که توی اصفهان کشته شد تو همون موقع بود، گفت این ریش به تو خیلی میاد بذار بمونه. ما هم برای خاطر برادره گذاشتیم ریشه بمونه و اینا رو به شما گفتم. گفت خب هر کسی برای خودش یه بهانه پیدا میکنه. دیار کوتاهی بود. درست. نکته دیگری که هست اینه که به هر حال یک حواشی پیرامون خاندان عدل وجود داره که بعضن نقبی به سیاست هم میزنه، اونم این که به هر حال عموزاده شما خانم کاترین عدل بودن که حاشیه پیرامون اسمشون و شایعه در ارتباط با فعالیت‌هایشون زیاد بود. ایشون دختر پروفسور عدل بودن و گفته میشه که با یک فردی به اسم بهمن حجت کاشانی که ایشون هم برادرزاده سرلشکر حجت کاشانی بودن که رئیس سپه بود که رئیس وقت سازمان تربیت بدنی هم بود. نه تربیت بدنی شو نمیدونم، ولی این آدم بسیار رشیدی بود. بعد چیز بود، البته وارد اون چیزا من نمیشم ولی یه شرحی میدم، چون یه تعداد عکسی از دخترموتون داشتیم این سوال رو مطرح کردم. اینا رو من در مالاگا گرفتم خیلی قبل از اونی که این بیاد این اتفاق 17 سال قبل از این. به اصطلاح داستان این بود که انقدر این مورد توجه شاه بود که برای منظورت با خانم کاترین هست؟ نه حجه هموش انقدر باباشم تیمسار بود و که نماینده شاه رفته بود تو تاجگذاری حسن دوم ایناند. یه شبی که یه مهمونی بوده در مراکش، یه رئیس سازمانی داشتش به اسم افقادم بیتربیته به اسم اوفکیر، جنرال اوفکیر، که یه کودتا میکنه و میریزن توی کاخ و حجت تیر میخوره نه. ولی با همون لنگون خودشو میرسونه به پایتخت و به
اطلاع میده که کودتا شده و سربازا میریزن و اون یارو اوفکی رو میگیرن و کودتا شکست میخوره. کودتا شکست میخوره. و من آدم دلیری بود. این بغمر خودش حالا من باور نمیکردم. چون آخرش هم نشون داد که به اصطلاح محمل بود. نشون میدادش که خیلی مسلمونه و اینا. من با کاپتین خیلی نزدیک بودم. خیلی زیاد. بعد این به اصطلاح نرفته بود سربازی. بله. و در زندان کجای شهر مازندران زندانی بود. از این ور دختر پسر جانبانی برادر نادر اونم نمیره سربازی، اونم برده بودن زندان قصر. درست. شهناز که دوست صمیمی کاتین بود میرفت دیدنش تو زندان قصر. کاتین میرفت. بعد واسه اینی که این اتفاق هر روز نیفته اینو بردن انداختن تو اون سلولی که اوجت اونجا بوده تو اون بله. شهر مازندران. اینا هم پا میشدن میرفتن اونجا. اونجا این اوجت یه خود افه میاد و فلان و بیسار. و این کارتین هم ساده دل بود. غره این موضوع شد و به اصطلاح این اومد تهران یه روز به من گفتش که این ازدواج رو میخوام بکنم. مشکل نیست. مشکل اینجا پیش اومد که این برادر من ژینکولوگ بود دیگه، فرهاد. این که میگفتن معجزه کرده که دختر فلج رو زاونده چیزی مهمی نبود. بعد اینا میومدن برای دیدن فرهاد و فرهاد معاینه کنه. احمد هم میومد تو دفتر من چون مطب به فرهاد با دفتر من رو به رو بود. درست. بعد یه دفعه من دیدم که قطسی اومد با چادر، اومدم ماچش کنم اینطوری کرد و دیدم بوگم میده. یعنی هم چیزی که فهمیدم که اتفاقه افتاده. خلاصه بعد یعنی تحت تاثیر بهمن قرار گرفته آره. بود و ازدواج هم کردن. منتها تا ازدواج کردن توی خونه که همونجاست که الان محلش خیلی معروفه که یک میدون گنده یه پونک بله. یک باغ گنده بود که توش اسباش هم اونجا بود. رنج رو به آقای پروفسور کجاست؟ یعنی مشخصه از روز اول دیگه. خب دیگه خب کتیر هم دیگه محاصره و گنده هم مال پروفسور حد بود که رفتن اونجا و یه مقدار درگیری با اهالی پیدا کردن و این حرفا. کتیر هم اعتقاد پیدا کرده بود به این جریان و اون جریان فکری مجاهد بودن، نمیدونم اسلامگرا بودن، نه. چی بودن؟ نه بقیده من هیچی نبودم، صرفا مخالف بودن. نه بقیده من یه دکون بود و به اصطلاح تو اونجام که اشتباه من وقتی که فهمیدم که اینو محاصره شدن گفتم آقای پروفسور بگین هیچ کس نره جلو. من تهران نبودم، رسیدم فهمیدم رفتم تلفن کنی که هیچ کس تلو نره، محاصره میخواین بکنین. بهمن در رفته بود تفاهم. بهمن صبحش در رفته بود بایدم محاصره بکنن ولی جلو نرم، من برم اونجا مسئله رو حل کنم. بعد گفتن که نه، درگیری شده و کسیم کشته شد. حالا داستان چیه؟ بهمن چی؟ بهمن هم کشته شد؟ بهمن اومده بود تهران پیش یه آقایی که فکر میکرد دوستشه که اونم زواکی بوده. واقعیت اینه که این اومده بره علمو بکشه مثلا. بله. وارد شده به خونه یه آقایی گفته که آره من اومدم فلان و بیسار خونه یارو ازلن زواکی بوده. تو خورس ها فوت تلفن میکنم و میزن و درگیری میشه.
میزننش. ساده لوح میدونی آخه شما با این سازمان اطلاعاتی نمیتونی جوک نیستش که بیان بری به یکی بگی آقا من میخوام برای فلانی بکشم. از کجا میدونی یارو کیه؟ یه قصی هم داری که نباید به همه بگی. بنی از اون جریانم اون سرهنگ بسیار آدم احمقی بود، اون سرهنگی که در اسکات شد کشته شد. چرا؟ به دلیل اینکه اینه توی قارن، خب علی پهلوی هم اون توه. بله بله. خب علی پهلوی هم تیرانداز بسیار ماهریه. اصلا حتی گفته میشد که اینا به نوعی همسان و هماهنگ با علی پاتریک پهلوی داشتن فعالیت میکردن. نه اونم بوده. همشون اینا بچه سال بودن، بیشعور بودن. میدونی شوخی بردار نیست که شما سلول کمونیستی. اینطوری نیست سلول کمونیستی. شما از اون پایین پایین میایین، چهار تا یه دونه سرسلول دارین، بعد میرین بالا، میرین 20 سال طول میکشه تا برسین اون بالا. مگه علکی شما یهو باشین برین اونجا؟ گفته شده بود که از اونجایی که شاه بعد از ازدواج با ثریا همچنان صاحب فرزند پسر نشده بود و گمان زنی های شکل گرفته بود مبنی بر اینکه علیرضا پهلوی در واقع نایب السلطنه بشه و ولیعهد ایران بشه، اینها اومدن علیرضا پهلوی رو حذفش کردن تا این مسئله رو بخوان کنار بگذارن. شما لحاظ تاریخی باید ببینین که فرح پهلوی، منظورم اینه که ذهنیت علی پاتریک پهلوی این بوده، حالا که درست بود یا نبود یه بحث دیگه. نه است. علی پهلوی عاشق کاترین بود. اینا ماها پاریس بودن قبل از اینکه اصلا بهمن اوجد بود. منم عرف اتفاقا هتلی بودن که نزدیک استودیوی من بود. من از استودیو روشون در می اومدم میرفتم پیش اینا، یه پالاس داشتن و شوخی نبود که. بعد پارچیکم اونجا بود و یه روز مادر من که رفته بود دیدن کاتین، نه بعد بالاس میزد و گفته بود ایشون شاهزاد مادر من همون کذایی که خیلی سا ایشون شاهزاده هستن. ببینین اصلا طور دیگه ای برای شما رو اینا رو ول کنین. اینا رو تو اون غاره. خب این یعنی کاترین علی پاتریک و بهمن هم که حالا فرار کرده رفت با بچه ها. این سرنگ میاد جلو، شما خیلی میخوام برین یک غاره بگیرین، اینطوری که نمیرین گروه ها رو از دور میفرستیم بالا، درسته؟ بعد میان یه دوتا نارنجک میندازین دم در یا چیز یا چیز مواد منفجره، نه منفجره اینا که بیوش میکنن و بلانه میگیرینش چیجی باشدی. کمرچین هم که اصلا تیر اندازی بلد برد بود، نه آدم فلج که نمیتونه سرهنگ بزنه، این علی زده منطقه چون کاترین کشته شده انداختن گردن کاترین. میدونین این یه حماقت چند جانبه است که توی که سرهنگی نمیتونی بری، به تو گفتن سینه خیز برو جلو اینطوری، اونم با تیر بزنه. اصلا تو چرا رفتی جلو؟ گروهبان داری و سوار داری. و این مسئله به هر حال همکاری شما رو با دفتر خانم فرح پهلوی دوچار تنش نکرد؟ نه بابا این قبل از من بود. چرا؟ من تلویزیون بودم که این اتفاق افتاد. چون من از تلویزیون رو می آمدم بیرون، کتی پاشو سوزونده بود تو همون بیمارستانش که اون موقع ارسته افتادم چی حالا چی گذاشتن تو تجریش، پروفسور هم اونجا عمل میکرد. میرفتم شهده تجریش باشه اگر اشتباه نکنم، نمیدونم اسمش چی شده الان. من میشتم با گروبا از تلویزیون می آمدم بیرون، اگه کاری نداشتم میرفتم پیش کارتین اونجا چیز میگم. نه اینا روی مش چیزای حماقت شد. یه آدمش که بهش میگن سرهنگ که نباید اینطوری بره جلو، میتونست قشنگ از کنار بره تا اون رو وایس اونجا با دوربین یارو رو بزنه. حالا نمیخوام، میدونم که شاید تداعی شدن این خاطرات هم ناراحتتون بکنه، یکم فاصله بگیریم. میرسیم به سالهای پایانی حکومت پهلوی و آغاز تنش‌های اجتماعی و سیاسی که در خیابان‌ها دیگه به صورت گسترده‌ترین نمود پیدا کرده بود. بنده از شما عکس‌هایی رو دیدم که از تنش‌ها و اعتراضات انقلابی مردم، آره تعدادش کمه ولی خب موجود هست،
عکاسی کردید، از قبیل شعار نویسی یک دختر خانومی که ازش عکاسی کردید. در اون دوره خاص شما برداشتتون از حرکت اعتراضی مردم چه بود؟ روز اول فهمیدم احمقن. روز اول آقای ظرفان که فیلمبردار سلطنتی بود که اونوری بود، گفت کامرون بیو بریم. این اونوری که شما میگید برای مخاطبی نرز میکنم، یعنی کدوموری دقیقا؟ اونوری بود، تودهی بود. آها تودهی، بله. یعنی اونم انقلابی بود. بله. یه شاگردم من داشتم ترک بود، حالا اسمش یادم نیست، اونم دنبال ما را افتاده بود. حالا من وقتی رئیس عکاسی بودم، این تو شیمی دانشگاه ملی قبول شده بود. بله. چون این روزا میبایست میرفت دانشگاه، من بهش گفته بودم که تو مثلا کشی که شب باشی، که یه گندی هم به کارهای ما زد که بیا و تماشا کن. البته اونو آقای شاورانی جفتشون فیلم هایی که گرفتونی همه اندرکس پوز ظهور کردن، ولی یه روز بود البته خوشبختانه. بعد اینم اومد و دنبال ما و با ظرفان ما رفتیم و اونجا یه اومدن گفتن نماز جماعت. تو میگی حالا من وسط نماز جماعت تمام حضرات مصدقی و کوفت و تودهی و اینا، دیدم طالقانی بود جلو اونجا شروع کردن تو اون شلوغی. به ظرفان گفتم محمد این دیگه دفعه آخره، من اومدم اینجا، من دیگه دنبال اینا نمیام. این یارو شاگرد ما گفت هیچ به سوی کاخ نیاورن. گفتم خفش. متاسفانه خب شد، میدونین دیگه کاری از دست ماها بر نمی آمد. شما همون دورم رفت آمد به دربار داشت؟ نه دیگه آره اصلا آخه شما بسیار بیمار بود و پروفسور عدل به ما اینو نگفته بود. یعنی من پروفسور عدل هفته یه دفعه می دیدم. خود پروفسور عدل چه زمانی مطلع شده بودن فکر میکنید؟ چون میگن که تا حتی روزهای انقلاب خیلی ها نمی دونستن، حتی از نزدیکان دربار خیلی ها مطلع نبود. پروفسور عدل می دونست، از روز اول می دونست، دکترش بود، هر روز باهاش بود. تا این برای اینکه ملا نشه می رفت اتریش. درست. ولی پروفسور عدل اینو به ما نمی گفت. شروورمونو می گفتیم که برای شاه تعریف کنه بره بخنده، ولی این چیزا رو به اصطلاح این پروفسور عدل به ما نمی گفت، ولی معلومه که می بینیم گلن که اصلا انقدر با سرعت شد برای اینکه حالش بد شد. شما واسه خود برگردیم به همون دارانی که بابای من چیز شد، پدر من رو بیرون کرد. بله. که به رجال دوره پدرش اعتقاد نداشت. یه مش چه بچه مزلف پوفیوز احمق بدون پرنسیپ هیچی دورش رو گرفتن. چه بازر چی بود عقاب اسمش؟ عقاب اوپک اسمش چی بود؟ نخست وزیر آموزگار. بله بله. اون بشه نخست وزیر. اون رو شما با فروغی مقایسه میکنه؟ طبیعتا فاصله زیاده. خب در نتیجه شاه وقتی که احساس من اینه، شاه وقتی دید که سرطان گرفته و شاید به پسرش نرسه، سعی کرد که یه نخست وزیری پیدا بکنه که اینا رو میتونید پخش کنید همین فردا، نخست وزیری پیدا بکنه که اون بتونه جمعش بکنه. منتهای این وسط چیه؟ همین امروز هم همینطوره، همه دارن تو سر کول هم دیگه میزنن که اون بشه. متوجه این چی میگم؟ به هر کدوم که پیشنهاد میکرد همه میخوان سرش. به روز اون مثلا حسین اکبر دیگه رسید به اون روزای آخری که شاپور بختیار بیاد جلو که دیگه کار از کار گذشته بود. یعنی اگر زودتر این کار رو میکرد با مطالعه گفتش که فلان، به عقیده من جبهه ملی هیچ کدومشون اصلا اعتقاد نداشتن به جبهه ملی. ملاحظه میکنید یه مش آدم اپورتونیست بودن مثل همه برای مقام و اینا. ولی شما وقتی وطن پرست باشین اینطوری نمیشه. آدم وطن پرست میدونه که چجوری
بره جلو که مثلا متقاعد بکنه، فلان کنه، بحث کنه، درست بکنه، نه اینی که به اونم نگه، به اونم نگه، خودش بره جلوی او، اونم بفهمن آه فلان بیزن سرش. این شد که مثلا یه سرعت عجیبی پیدا شده شه نخست وزیر عوض بشه. من شریف امامی دو ماه پیش نبودم، بابا خواهد میدونی چی میگن اونجا به اصطلاح. البته عمده کار دست فردوس بود، فردوس بنیانگذار ساواک بود با افسران توده‌ای که در 28 مرداد دستگیر شده بودن. اینو میتونین به همه بگین. آخه شما جاسوس شوروی بود، شاه میگوزید، فردا مسکو میدونستن. یه چیزی رو جعفریان در گوش من گفت، وارد مسکو شدن من دستگیر شدن. از کجا فهمید؟ میشه بگی چی بود؟ گفته بود از ایرانی توده اونجا عکاسی داره. که بینی اینو در چه وضعی هم؟ جعفریان از من خواسته بود. خب؟ این احمقا هم عوضی فهمیده بودن، نمیدونستم موضوع چیه. من انداختم انفرادی. خب؟ تو خود مسکو. تو خود مسکو. یه روزی اومدن و نوشت هر این 15 روز ما تو انفرادی بودیم. ما این زندان رو میگستیم به هم. اسما بوده، اسما بوده یعنی آزادی. لگت به در و اون بغلی سوله برای من تله چیز میزد، مرس میزد. منم که روسی بودم، مرس روسی اصلا نمیدونم چی میگه. ای قضای کسافت هم میگه. من یه روز اومدن مال سوار هوایی اومدن سفارتی اونجا وایستادن. فهمیدم که به اصطلاح چیزه، موضوع اینه که دستور از بالا اومده. آره اگه سفارتی اونجا وایستاده اینا گوزنه یا کاری نیستن. ما رو سواری از این توپولوفا کردن. توپولوفا هم فرست کلاسش عقبه، واسه همین میگفتن مسافرای جلو زودتر روشن. بعد من تک تنها تو فرست کلاس اونجا نمیستم کجا داریم میریم. مهمون داره اومد به من فارسی یه چیزی گفت، من فهمیدم که تاجیکه، چون یه فیلم تاجیک من اینجا دیده بودم. فهمیدم اینو فارسی صحبت کنم. گفتم یواش یواش، گفتش که ما داریم میریم دوشنبه تاجیکستان. چراش من دیگه نتونستم. به من گفتش که کاپتن گفته که اونجا وای نسا. ما رفتیم دوشنبه، هیچ کس فردا صبحش دیدیم همه اومدن، اومدیم رفتیم باکو. منم کارمو کردم. حالا میخوام دیگه با توجه به اینکه به فراز پایانی گفتگو نزدیک میشیم استاد، و خب آسمان هم امیدوارم با ما همراهی داشته باشه، فقط این سوال رو در ارتباط با دوره قبل از انقلاب بپرسم که شما از لحظه ورود آیت الله خمینی عکاسی داشتین، حضور داشتین در اون فضا دیگه؟ اون موقع کار عکاسی رو انجام ندادین؟ اصلا از اینا عکاسی، بلکه من میدونستم که چه اتفاقی داره میفته، دوره برم هم پر بودن. یعنی از منظر یه حادثه تاریخی که داره رخ میده میگم براتون جذابیت نداشت که بخواید عکاسی بکنید؟ نه نه، سقوط و مملکت هم نمیتونستم ببینم. درست. میرسیم به سالهای بعد از انقلاب. اشاره ای داشتین در میانه گفتگو که شما چند باری به زندان اوین در واقع منتقل میشین. در صورتی که تمایل دارید میتونید راجع به اون چند دفعه و اتفاقاتی که باعث شد شما وارد زندان بشید برای ما صحبت کنید. یه بچه چلغوز که باباش یکی از مغازه های بر خیابون ما رو شمرون رو داشت، این میخواست وارد واضح وزارت اطلاعات بشه یا دستگاه این یارو چیزه که راننده امام خمینی بود، تا به رفیق دوست، آقای رفیق دوست بره تو دستگاه اون. بعد به گفته بود که یه نفر رو باید معرفی بکنین که خائن و فتن فروش و جاسوس و ایناست. اونم گفته بود کامران هست. ما یه رو دیدیم ریختن خونه ما رو زیر به رو، رکس و هرچی کتاب های درجه یک عکاسی و یک وانت بار از من عکس برداشتن بردن که من نمیدونم کجا. منم بردن کمیته سپاه پاسداران رو میدونم و یه دویست روز اونجا بودم تا منو بردن اوین. در اوین که میرفتیم تو چشم رو بستن و ما رو بردن یه جا نشوندن و بعد یه بازجویی کردن که حدود 7-8 دقیقه طول کشید
شاید هم اونقدر طول نکشید. من نمیدونم چطور شد اینا دوباره زیر بغل ما رو کشیدن که من چشمم بست بود. ما رو آوردن سوار ماشین کردن و گفت تو بوه بین گونده است و بزرخ های یه جایی برد. بعد آمدیم و یودم آمدیم تو خیابون. دوباره من رو آوردن چیز آوردن اشرت آباد. بعد از زور دوباره این دفعه با چشم های باز ما رو آوردن دادستانی ارتش. دادستانی ارتش هم تا ما بخشید شدیم یاروی چیزی از پشت گردن و با دولا 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 اینطوری رفتم خوردم زمین. یه کتاب چیزم داشتم من یادم نمیاد به این گرفتی کتابم گرفتم پولم گرفتن و بعد یه رئیس زندان یه پیر و قدیمی ترین زندانی رئیس زندان و اون اومد ما رو تحویل گرفت و گفت اسم چیه؟ گفتم کامران عدل. کامران عدل یه جای خوب برمش. رفتیم اونجا دیدیم که همه پیرپاتان چیزای ارتشی های سپهبد فلان بیسار اونا که دو دادستانی ارتش بودن و اینجور چیزا، فقط یه دونه جوون بود که اونم بندر عباس گرفته بودنش نمیدونم واسه چی. یه چند روزی هم ما اونجا بودیم و بعد چیز شد. بعد یه روز اومدن و اسما رو میخونم. بعد تو زندان بودی دالا؟ من نبودم. اسما رو میخونن که بریم بازجویی. کامران عدل رفتیم و یه اتاق کوچولویی بود و یه میز و یه بازجویی بود که کردم بود. شروع کرد فوش و بعد و بیرا و تو منافقی هم تودهی هم چیچی فلانی هرچی سلطنت طلبی جاسوس اسرائیلی. گفتم آقا یکیشو بچسبون صحبت کن که این نایی که میبندی که من جواب هم برای بدنم. بعضشون در تضاد با هم دیگه هستن. یکیشو بگیر. گفت شما خبرچین سازمان منافقین بوده. گفتم پرونده سوا که من زیر دست توه، نگاه کن ببینن چه چیزی توش هست. یه برگشت تو گفت یه تنی معرفی کن. من برادرمون فرهاد بیچاره که از همه نعیفتر و ظریفتر بود معرفی کردیم. چندین ماه بعد یه اطلاعی اومد که بیاین داستانی. استاد یه خاطره دیگه دارین زمانی که شما اهواز رفته بودین و اونجا هم بهتون ظاهرا انگ جاسوسی برای صدام حسین رو زده بودن. میخوام راجع به اون خاطره اگه ممکنه برای ما صحبت بکنید. اونجا من داشتم عکاسی میکردم، حمله هوایی شد، جتای عراقی. زمان جنگ بود دیگه. آره. یکی تلفن کرده بود، اسمون کی یکی رو نمیاره، یکی گفته بود تلفن کرده بود به اطلاعات گفته بود این جاسوس عراقی اینجاست. اونا اومدن و ما رو گرفتن و متا وقتی منو میگرفتن من رانندم تلفن کرد داد زدم گفتم دسفوری به تهران خبر بده. به کی خبر بده؟ به میرحسین موسوی که اون موقع نخست وزیر بود. و میرحسین منو خیلی خوب میشناخت به علت اینه که هم معمار بود که من عکاسی معماری میکردم، هم که آذری بود که میدونم سابقه میدونم که آذری آدم من میشناخت و هم آذری هم عکاس. تلفن کرده بود گفته بود که ولش کنین و آره تو بازجویی گفت تا صدام چطوری به تو پول میدست؟ گفتن چک میزن فلان و فلان و یه خیلی بیتعبیتی. ما هم گفتیم فلان و فلان باز سری فرش خارمادر که ما رو بردن به چیز فنگ. بالاخره دون آقابت به خیر شدید دیگه. نه از اونجا بعد 27 روز اونجا بودم. از تهران ده ساواک اومدن از اطلاعات دوران بعد از اون. نه اطلاعات سپاه اومدن و خلاصه ما رو چیز کردن. درسته. خب بینندگان محترم با توجه به این که بارون هم گرفت و ما هم به فراز پایانی گفتگومون رسیدیم، من جا داره که بسیار تشکر کنم از شما استاد. خیلی محبت کردین که برای ما این زمان رو گذاشتین. با همه شما عزیزان خداحافظی. های